بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، این برنامه از واشنگتن پایتخت آمریکا به شما تقدیم میشه به نام سوربی با مردم و از تلویزیون مردم. امیدوارم شما هم لطف کنید این برنامه رو با دوستان و دشمنان و مخالفان و موافقان شیر کنید، در میان بگذارید تا بتونیم یه جمع دوستانه‌ای داشته باشیم. بله، گاهی وقتا میشه با دشمن هم دوست شد. از این آقای ترامپ یاد بگیرید، طرف زده عمو خودشو کشته، زده نماینده خودشو به این به اصطلاح نشست هایی که برای صحبت با آمریکا بوده زده اونو کشته. ترامپ باز میگه من میتونم باهاش صحبت کنم. من نمیدونم این پلیر دو از کجا میاد اینجا. این عکس ما خوب راست میگه بیچاره، با یه عکس رو عوض نکردیم، هنوز مال جمعه هست، جمعه که داشتن اینجا اینترنت عوض میکردن. خب دوستان، ویکند شما چجوری میگذره؟ شما هم در آمریکا هستید و ویکند که میشه خوشحال که از کارتون تعطیل هستید، میرید دم هوم دیپو وسایل میخرید، وایسید و لیستی رو که همسرتون گفته درست کنید، یا اینکه میگردید و اینجا یه چیزی هست بهش میگن دی تریپ، یعنی سفرهای یک روزه و هر کسی میره اطراف اون محلی که هست، جاهای نزدیک اونجا رو میچرخه. چون ما ایرانی ها نه، ملت اصلا همه دنیا عادت دارن برن از اینجا 5000 کیلومتر، 5000 مایل یک کشور دیگر رو ببینن و با بدبختی و بیخوابی و پول دادن برن یه ساختمونی رو ببینن. ولی بنده 36 ساله اینجا هستم، این ساختمان‌های واشنگتن رو فقط از بیرون می‌بینم، همه مجانی و بهترین شهر دنیا از لحاظ موزه، از لحاظ زیبایی شب‌ها همین واشنگتنه، که البته کثیف‌ترین آدم‌ها هم تو همین واشنگتن هستن، چه ایرانی چه آمریکایی. خب دوستان عزیز، اجازه بدید از آقای بها ابهری تشکر کنم. اون روز یه مقاله ای رو برای من فرستاده بودن به انگلیسی، براش گفتم بها جان تو که میدانی هم ما ایرانی ها یا بیشتر ما ایرانی ها اهل خوندن نیستیم، اگرم باشیم برای اون انگلیسی خوندن مشکله، اگه لطف کنی این رو در چند دقیقه پیام بذاری، اصاره و چکیده و لب مطلب رو بگی ممنون میشم. ایشون این کارو کرد. بها عکسش رو که نگاه میکنم روی فیسبوک، نمیدونم اگه بهش بگم تقریبا شبیه جوونی های اون رالف نیدره بهش بر میخوره یا کردیته، چون رالف نیدر قبلا به این زشتی نبود و مخصوصا این بارونی که پوشیده بها ابهری، رالف نیدر رو من چند بار توی واشنگتن دیده بودم، همیشه همینجوری خیلی ساده یک بارونی هم داشت و بارونی حسنش اینه که بارون بگیره شما یقش میزنی بالا خیس نمیشی، سردت بشه میپوشیش، تو قطار باشه میندازیش رو پات سردت نشه و همون این چیزیه، پوششیه که افغانی ها دور خودشون همیشه دارن و ایرانی ها هم از پتو و مفرش بهش میگفتن، اون چیزی که لاف دوشک رو میپیچیدن داخلش، خیلی استفاده های دیگه هم میشد. در صورت که شما این کیفای گرون رو میخرید و یک کیفی رو دیروز دیدم گفتم چقدر راحته برای چی حمل کردن این ورون، و گفتیم اگه 40-50 دلار باشه دیگه حالا همت میکنیم و دست تو جیب میکنیم میخریم. نگاش کردم دیدم نشته 141 دلار. توی واشنگتن هم 10-15 دلار هم تکس باید بدی، مالیات بدی، میشه 150 و خورده. گفتم فعلا باش تا بیام. خب آقای رجبی، منم به شما سلام میکنم. دوستان عزیز، امروز سوم ماه جون سال 2019 میلادیه و برابر است با 13 خرداد 1398. ضمناً دوشنبه، چهارشنبه، جمعه که من برنامه دارم، کمی درباره کنسرت شنبه 8 که توسط آقای احمد ندیمی و همکارانشون اجرا میشه در استرلینگ، خواستم بگم انگلیس، صحبت میکنیم و در تلاش هستم که با ایشون هم مصاحبه‌ای داشته باشم به احتمال 90% روز چهارشنبه
اگه نشد روز جمعه. فکر کنم این جمعه با آقای امیرحسین لادن هم باشیم و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. آقای ابهری خوب شد آمدی، من داشتم راجع به شما صحبت میکردم، تشکر کردم از اون پیام هایی که فرستادی. حالا که اینجا هستی با هم بریم یک مناظره داشته باشیم با آقای ابهری. آقای ابهری میگه آقا من کی خواستم با شما مناظره کنم، گفتی اینو ترجمه کن، ترجمه کردم، گفتی پیام بذار، پیام گذاشتم، چرا شر به پا میکنی؟ قراره با یکی دوتا از دوستان برنامه داشته باشیم. این دوستان یک کمی با خودشون اول تعارف دارن، یعنی بیشتر ما همینجوری میخوایم خونه بخریم، میدونیم که مثلا 200,000 دلار بیشتر نمیتونیم خونه بخریم، ولی میگیم حالا ما به طرف نگیم، شاید این امروز یه خونه 300,000 دلاری رو بتونه به ما بده 150,000 دلار. در صورتی که آمریکایی بیچاره صاف صادق میاد میگه که ببین حقوق من اینقده، اینقدم الان دارم، حاصل این دوتا رو با کامپیوتر با عدد و رقم و بانک و اینها چک کردم، به من گفتن تو میتونی یه خونه ای در مثلا با قیمت 200,000 دلار بخری. اون مرده میدونه دنبال چی بگرده، یا خانمه اون بنگاهی، اینم میدونه چی میخواد، نه خودشون اذیت میکنن نه دیگران. حالا من بگردم پیام آقای، باور میکنی من دیروز یعنی مطمئن بودم که این پیام شما رو گذاشتم توی فولدر، حالا امروز نگاه میکنم میبینم نیست. فکر کنم اینجا یک جنی اجنهی چیزی میاد این چیزها رو میریزه به هم. به اصطلاح پیام آقای ابهری، ماه رمضان تموم شد یا هنوز منتظر ماه هستید ببینید عید فطر هست یا نه؟ امروز رفتم بانک، این آقای چون میدونه من مال ایران هستم، خودشم مال پاکستانه، گفت که عید مبارک. گفتم عید؟ گفت آره عید فطر. گفتیم اوکی، اونا به عید فطر هم میگن عید فطر، چرا نمیدونم. بذارم این پیام ایشون رو، از وقتا واقعا از خودم یک کمی شرمنده که نمیشم، آدم از خودش بدش میاد که چرا اینجوری نامرتب شدم. یه دلیل اصلی شناسنامه است، پیری نه شناسنامه. آقا کجا رفتی؟ 786 که شما نیستی، یه هفتی میدونم داری. این حسیبی میگو یه جایی یه چیزی من گفتم، بذارید من حالا بزنم ببینم اون چند است. مثلا پیدا میشه اینه، این گوگل وایس بزنیم ببینیم پیدا میشه یا نه. اوکی نه، عجیبه ها، عجیبه. میدونی چیه؟ من گاهی وقتا اینا رو با تلفن دستیم چک میکنم. چه تلفن دستی وقتی میزنی میگی بذار تو این پرونده، خدا میدونه کجا میره. امیدوارم که توی ترش نرفته باشه. ترش یعنی سطل آشغال. و خیلی عصبانیه. دوشنبه عصبانی باشی میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه آخ روز جمعه یک دیوانه. اینا دیوانه هم نیستن، دیوانه میشن. یک نفر عصبانی شد و آقای مهندسی که برای شهرداری کار میکرد و رفت همکاراشو، 11 نفر از همکاران و یک نفر بیچاره هم که رفته بود اونجا اجازه ساختمون بگیره. یادم میاد که این آقای پتیک هم میخواد اجازه ساختمون بگیره، ما بهش گفتیم آقا مواظب باش تو شهرداری. اون وقتا پستخونه یه مدتی دیوونه شده بود و پستچیا دیوونه بودن، حالا به اصطلاح شهرداری. آقا خیلی عجیبه، من اصلا این دوتا پیام شما رو نمیتونم پیدا کنم و خیلی بده، خیلی بده. شاید گذاشتمش توی اینفو. بعض وقتا ما هم از بس مرتبیم چیار این برون بر مرتب میکنیم، طرف بود گفت که پولمو گذاشتم یه جایی مطمئن، حالا یه جایی گذاشته بود که دیگه خودشم نمیتونست پیداش کنه.
ببینم من پیام شما رو کجا گذاشتم. رفتم تا اون پایین پایین ها شماره 240 رو میبینم، شماره 700 و فلان رو میبینم، ولی این دوتا پیام شما رو که فکر کنم دیروزم گذاشتین. عجیبه. نعوذن بالله. این نعوذن بالله یعنی چی؟ حالا ملت میگن آقا حوصله‌مون سر رفت، چرا اینقدر ما رو اینجا معطل میکنی؟ اب نداره، دارم جریمتون میکنم، مخصوصا اونایی که حمایت نمیکنن میخوام اینجوری وقتشون رو از بین ببرم. بذارید ببینیم گوگل وایس بوده یا گوگل وایس. فکر کنم پیداش کردم. عجب شماره خوبی هم داری ها. آها جوابم دادم، جون سکند به شما جواب دادم که تانک یو. حالا بزنیم این اول پیام اوله، پیام دوم. بریم اینجا شروع کنیم با هم گوش بدیم صحبت های آقای بها ابهری رو. بله این یکی 30 ثانیه است، احتمالا این دومی. حالا ببینیم چی میشه. دیدید وقتی مصاحبه میکنن بیشتر ایرانی ها وقتی گوینده ازش دو تا سوال میکنه یا تو هزار هر کی توی جایی که هست میگه بذارید اول سوال آخریتون رو پاسخ بدم، برای که نمینویسن یادشون میره. حالا بریم اگه این پیام دومی بود میگردم پیدا میکنم پیام اولی رو، پیداش کردم. این 10:52 بوده، این یکی 10:56. اول با اول گفت گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم. حالا اون حلوا قابل خوردن هست یا نه من نمیدونم. اولا چه حلوایی رو با غوره درست میکنن؟ احتمالا میگه صبر کن بشه کشمش، من حلوا درست میکنم. شما حلوا با کشمش درست کردید؟ من هیچ وقت نخوردم. حلوای خورما خوردم، حلوای شکری خوردم، ولی حلوای کشمشی نخوردم. اینم حلوای کشمشی تقدیم شما، بفرمایید. آقای توبی سلام، امیدوارم خوب باشین. من یه ترجمه کردم از این مقاله تریتا فارسی که خدمتتون عرض میکنم. ایشون در میدل ایست آی مقاله رو تونسته چاپ کنه و انشالله که بتونیم در جاهای دیگه هم این عقاید منتشر بشه. اینو خدمتتون عرض میکنم. من مقاله رو میخونم. میگه اگر تو واقعا خواستار مذاکره تریتا فارسی داره، میگه اگر تو واقعا خواستار مذاکره احتیاجه که یه استراتژی جدیدی که اتمسفر دیپلماسی ایجاد بکنه رو در نظر بگیره. تریتا فارسی پور خیلی هوشمندانه و مستند به اختلافات میان ترامپ، بولتون و حتی پمپیو اشاره میکنه. حتی بولتون و پمپیو رو هم از هم جدا میکنه و به اختلافات تفکرشون و شرطشون که داشتن ریز میکنه. همینجور هم مستند و به استناد به یه واقعیتی که همه ایرانیان میدونن و به لحنی که حتی قابل پذیرش برای ایران لحنی بسیار مسلمانه مطرحش میکنه. این 5 تا پله‌ای که میگه آمریکا باید بگیره اینا هستن. یک، به برجام برگرده. سیاست درست همیشه اصلاح پذیره و آمریکا به برجام برگرده، این قدم اول. قدم دوم، همه پیش‌شرط‌های مذاکره رو به کنار بذاره. آمریکا پیش‌شرط نداشته باشه. سوم، احترام میاره. چهارم، ترامپ توجه داشته باشه که مذاکره با آمریکا در ایران یک ریسک بسیار بزرگه و بنابراین با کسانی صحبت میکنیم که شجاع هستن و میخواد که مسئله حل بشه. و همچنین که به گوش کردن یک طرفه به مثلث بی نتیجه بی بی نتنیاهو، بن سلمان و بن نهیان خاتمه بده و به دو طرف قضایی ها به طور مساوی گوش بده. خب این 5 تا پله که همینگیش عاقلانه است و همینگیش باید اصلا حرف ایرانی ها باشه. این حرف باید
همه جای دنیا این پیچیده باشه، همه ایرانی ها هم پنیر چه میدونم چند میلیونی که میگن هستن همین. خب این 3 دقیقه اول چند تا موضوع. اولا بیبی نتانیاهو انقدر دخالت کرد توی کشورهای دیگه که خودش الان گندش بالا اومده توی اسرائیل و نتونست کابینه رو تشکیل بده و به زودی قرار انتخابات بشه و به احتمال زیاد پایان به اصطلاح زندگی سیاسی این خواهد بود، چون بعد قراره اون مسائل دادگاه و سوء استفاده و اینها پیش بیاد که هم خودش هم زنش. ضمن اینکه در اسرائیل برعکس آمریکا که میگن این حاج آقا چون رئیس جمهوره ما نمیتونیم بیاریمش دادگاه، از کاراش باز میشه، انگار خیلی کار میکنه. احمق هفته پیش رفت ژاپن گند زد، حالا بلند شده رفته انگلستان، قبل از اینکه بره سفر به عروس تازه اینها گفتن نظرت راجع به این چیه، گفت من نمیدونستم این نستیه. نستی کسایی که کار زشتی انجام میدن، کار بدی انجام میدن، بعد یه چیزی این میگه، بعد اونایی که خاک روی کسافت کاری این میکنن آمد گفت منظورش این بوده که من نفهمیدم این چیز بدی درباره من گفته. بماند رفته انگلستان، شهردار انگلستان لندن اعتراض، مردم انگلستان اعتراض، و این حالا میدونید که این مادرش اسکاتلندیه، حالا نمیدونم این خسیسی و دوزی و ایناش هم بندازیم گردن اسکاتلندی ها یا بندازیم گردن ذات بد خودش. ولی برگردیم به صحبت های آقای بها اپریزم، تشکر از ایشون. ببین آقا این همون ماجرایی که من میگم بعضی وقتا شما یه حرف راست میزنی، حقیقت میگی، حقم باهاته، ولی خودت هم میدونی به جایی نمیرسه. یه نمونهش پلیس شب شما رو میگیره برای یه چیز خیلی کوچیکی. شما میدونی که این به دلیل اینکه شما خارجی هستی، این به دلیل اینکه اون عقده‌ای فلان اینها، ولی شما میخوای بهش ثابت کنی که شما من رو نگه داشتی به دلیل اینکه من ایرانی هم، به دلیل اینکه من خارجی هستم. آقا کار خودتو خرابتر میکنی. این آقای تریتا پارسی معمولا شرط رو افرادی میذارن که از به اصطلاح طرف قدرت صحبت میکنن. احمق آمریکا که آمده 12 تا شرط گذاشته که خودشون میگن ایران حتی اگر بخواد نمیتونه 2 تا شرطش رو هم به اصطلاح عملی کنه. خب آقای تریتا پارسی هم 5 تا قدم پیشنهاد میکنه، شما این قدم ها رو اول بردار. خب آقا قدم 6 هم میذاشتی یه گودی که بیفتن داخلش، نمیکنن. بعد از اون ورم میگی شما بیا بشین با احترام متقابل. آخه از ترامپ شما انتظار احترام دارید؟ بعد این کسی که شما خانوادهش رو نگاه کنید، نه قولش به زنای خودش، نه قولش به دوستای خودش، نه قولش به اونایی که نجاتش دادن از مشکلاتی که توی 30 سال 40 سال گذشته داشته، هیچی نبوده. حالا شما میخواید به ایرانی ها قول بده و عمل کنه؟ خب نمیکنه. پس این مقاله خوبه، درست هم هست، ولی به جایی نمیرسه. بازم از شما ممنونم. حالا چرا اینو گفتم؟ اگه یادتون باشه من اون روز یه چیزی رو خوندم درباره یه دوستی که از کانادا اعتراض میکنه که آقا من نمیخوام فرم اینا رو پر کنم. البته ایشون اشتباه نه، ولی گفتم بهتون ما وقتی میریم یه جایی این کلماتی که برای ما تازگی داره، ما اولین چیزی که تو مغزمون میاد میذاریم جای این، نیشن رو میذاریم ملت، نمیدونم مردم رو میذاریم این اون اینا، هر کاری دلمون میخواد، بعد آخر کار به مشکل میخوره. مثلا این دوستمون میگه سروی نظر دادن و اینها هست، اون سر شماری درسته که هد کاونت یعنی کله رو میشمارن، تو ایران هم کلمه درستی انتخاب کردن، هد کاونت. میومد در خونتون میگفت تو این خونه چند نفره، طرف میگفت میخوان پول بدن 30 نفر، میخوان پول بگیرن هیچ که آقا اصلا منم که میبینی اینجا نیستم. اینم آمار و سرشماری ایران. شما دوست عزیز آقای احسان، آره ایشون برای من اسمش رو نوشته بود ایتان، من این روزا نمیفهمم. اولا ایشون از من پرسید آقا اسم من احسانه و شما گفتی من نمیدونم این دوستمون مرده یا زنه. خب میبینید اولا یه اسامی هست که حشمت هم مال زنه هم مال مرده، اسمت هم مال زنه هم مال مرده. اینجا تو آمریکا یا
میگه what's your name، میگه علی. حالا فکر میکنی علی اسم علی عرب و ایرانی و اینها، بعد میری نه خیر، ایشون اسمش علیسانه، بهش میگن علی. یک اسامی های اینا هم دارن که مال زن هست مال مردم هست. حالا اصلا ما سر زن بودن و مرد بودن شما هیچ بحثی نداریم، ولی سر این بحث کردیم که آقا جون شما اومدی کانادا از یه کشوری که میگی من اونجا برام زندگی کردن مشکل بوده یا غیر قابل امکان بوده، حالا یا مهاجرت کردی یا معمولی آمدی ازدواج کردی فلان اینا، یا مثل بعضی ها فکر میکنی تبعیدت کردن. والا بلا اگر مردم ایران بفهمن اگه یه کاری کنن آخوندا اینا رو تبعید میکنن به کانادا، هر روز مردم میرن آخوندا رو میکشن که تبعید بشن به کانادا. آقا خانم این کلمه تبعید رو بردارید، من و شما مهاجرت کردیم، حالا یا به صورت پناهجو مهاجرت کردیم یا آمدیم بیزینس. میدونید تمام این پناهجویایی که میان اینجا تا پروندهشون درست میشه میگه آقا پناهجو چیه، ما که پناهجو نبودیم، من بابام اینجا شرکت داشت. اوکی اوکی اوکی، من تنها پناهجوی ایرانیم و افتخار میکنم که از طریق پناهجو پناهندگیش گرفتم، گرین کارت گرفتم، سیتیزن شدم. اونا به کنار، ما آمدیم در این مثالمون گفتیم که آقا یا خانم شما مثل کسی میبینی که آمدی توی دهی، حالا ضرب المثل میگن تو ده راش نمیدن، سراغ خونه کت خدا رو میگیره، هیچی، سنگم تو دستته. ای به مردم میگه خونه کت خدا کجاست، طرف نگاه میکنه میگه آقا من اگه آدرس دادم به این، این میخواد بره سنگ بزنه، وقتی گرفتنش میگن تو از کجا فهمیدی خونه کت خدا اینجاست، میگه سربی به من آدرس داد، میان منم میگیرم. ایشون خیلی قشنگ نوشتی، آفرین آقای احسان، نوشته آقای سربی اگه من یه چند تا سنگ قلوه، چرا میگفتن چون شکلش مثل قلوه بود، سنگ قلوه تو دستمه، شما که ماشاءالله کامیون کامیون سنگ حمله میکنی و میزنی. گفتم بابا جون ما حمله میکنیم، ولی اگر وقتش برسه هم در میریم، وای نمیسیم، بزن و برو. این یکی از درسهای سیاست، یکی از درسهای ورزش، یکی از درسهای دعواست، بزن و در رو. در هر صورت این دوست ما مشکلش سنسس هست، این سنسس اینجا 10 سالی یه بار اول براتون میفرستن، حالا شاید بعدا دیگه عوض بشه با ایمیل و با اینترنت بفرستن، و شما قراره برید صادقانه بگید که آقا مثلا من بچه هام دیگه بزرگ شدن رفتن، من فقط 2 نفر اینجا زندگی میکنیم، بچه هامون خودشون برای خودشون پر میکنن. و چند سال پیش اتفاقا هم اسلام شمس هم ماز جبرانی تبلیغای قشنگی درست کرده بودن برای این آمار و سرشماری. و چرا میگیم آمار و سرشماری؟ بعضی از سرشماری ها همراش آمارم هست، مثلا میپرسه درآمد خانواده شما چقدره، شما سفیدی یا سیاه هستی، شما نمیدونم اسپانیش هستی یا وایت هستی. بله تیه این مرور زمان و اینا به جایی که استفاده صحیح از این اینفورمیشن ها بکنن استفاده غلط میکنن. ولی آقا شما میخوای چیکار کنی؟ تا آخر عمرت دعوا کنی؟ البته حالا نوشته زنگ زده و اینها، اونجا بهش گفتن آقا ما نخواستیم، شما یه نفر بگو من بلد نیستم، ما اصلا نه زندانت میکنیم نه جریمت میکنیم. ولی بعد یادت باشه اگه قرار جمعیت یه جای 70 میلیون باشه میشه 69,999,999 نفر. اگه سهمیت رو ندادن شما هستی که سهمیت رو ثبت نکردی. امیدوارم این مشکل برطرف بشه و شما راحت زندگی کنی. اگه شما بخوای، آقا من امروز رفتم یه تلفن جدید گرفتم، اصلا تعجب میکردم که این خانمه تو شرکت اسپرینت چگونه تمام اینفورمیشن ما رو مال شرکت های ورایزون، AT&T، همه اینایی که من سالهای مختلف بودم داره. دیگه حالا من اونجا نمیتونم بگم شما به پرایوسی من، به حریم شخصی من تجاوز کردی. آقا گذشت، اصلا حریم شخصی دیگه وجود نداره، شما میخوای خودت اذیت کنی. شما به من میگی بیا منم همراهت اذیت بشم، من نمیام، مرسی. من بهترم که میگم من نمیام یا بهت بگم آره فکر خوبیه، فردا ساعت 5 صبح همینجا وایسا، من میام با هم بریم تظاهرات.
آقا من امروز بهت میگم من نمیام. آقای ابهری بازم از شما ممنونم، ماشاءالله صدات گرمه، نالج انگلیسیت خوبه، نالج سیاستت خوبه، گاهی وقتی درباره موضوعهای مختلفی که میخوای صحبت کنی این روش بهترینه. هر عکسی هم دوست داشتی من نشون میدم، میتونی لینک بفرستی بگی این لینکش هست و این در حین صحبت این لینک رو نشون بده، این خبرشه، این صفحهشه، این فلان، که اونجوری بشه مستند. این چیزی که ما به این دوستمون آقای خزائی از سال 11 11 11، حالا همه میگن 11 11 چیه، 11 نوامبر سال 2011 گفتیم، تا امروز که سال 2019 است، ایشون هنوز یک دونه پیام 2 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای ویدیو آدیو درست نکرده. ولی دیدید که اون دوست ما 101 برنامه درست کرد، دیدید که آقای حسن ارشاد 224 برنامه درست کرد. یه دوستی هم هست که قرار تجربیات خودش، آموخته های خودش، دانش خودشون رو در اختیار من و شما بذارن، امروز برای من نوشته بودن که اگه بشه با هم صحبت کنیم. من گفتم من تا ساعت 1 تو استودیو هستم، بعد باهاتون تماس میگیرم. گفتن باش. بعد از 1 تماس گرفتم گفتن میشه 10 دقیقه دیگه؟ گفتم نه، باید حاضر بشم برای برنامه بعد از 4. و من نمیدونم این هزیتیشن یا خودداری دوستان، وقتی بهشون میگه آقا خانم من توی استودیو هستم، من نمیتونم حرف بزنم ولی میتونم پیام شما رو گوش کنم، مگه شما نمیخوای من بهت زنگ بزنم حرف بزنی؟ خب زنگ بزن، حرفتو بزن، من گوش میکنم. تونستم بهت زنگ میزنم، نتونستم جوابو مینویسم به شما میدم. تو رو خدا دوستان، اون شعره بود میگه محض رضای خدا، تو رو به هر کی دوست دارید بیاین از این وسائلی که در اختیارمون هست، از این وسائلی که ساخته شده بر حسب زندگی مشغولی که داریم. یعنی طرف زنگ میزد 10 بار میدید نیست، گفت چقدر خوب میشد که من یه بار که زنگ میزنم یه دستگاهی اونجا بود صدای منو ضبط میکرد، که وقتی مادرم میومد میدید من 10 بار بهش زنگ زدم، یا میشنید که من 10 بار زنگ زدم. چی رو درست شد؟ انسرینگ ماشین. که انسرینگ ماشین غلطه، پیامگیر درسته، انسرینگ ماشین الان میگن وایس میل درسته، بعدم عوضش کردن دیگه، شما الان کسی نمیگه انسرینگ ماشین، انسرینگ ماشین یعنی جوابت رو میده. چه جوابی به من میده؟ میگه ما نیستیم پیام بذار. پس پیامگیره، وایس میل همون پیامگیره. آقا خانم دیگه این روزام که ای چیه، گیا و مردا و زنایی که مرد بودن، مردایی که زن شدن، کی کیو جی جی ال بی کیو پلاس، برید بزنید ببینید. دیشب میگفت دیگه اینا اینقدر زیاد شدن تمام حروف آلفابت کمه، دیگه گفتن پلاس، یه پلاسی گذاشتن آخرش. بعد سلام، حالا شما زن هستی مرد هستی اصلا مهم نیست، او هستی. اوکی، اینم بد نیست، تو ایرانی نمیگیم آن زن، میگیم او. او مردو میپوشونه، کاور میکنه، زن رو میکنه. زنگ بزنید 202، بذار شماره بهتون نشون بدم کجا هستی، بیا افکت 3 202 695 25 73. الو، اصلا الو هم نگو، آقای سربی آقای سربی هم نگو، سلام سلام هم نگو، من بها ابهری هستم اینم نگو، من زنگ زدم منم نگو، زنگ زدم اینم نگو. ببین چقدر نگو نگو داریم. اینا همش زمانی که شما میگی آقا 3 دقیقه کمه، میخوام تو تلویزیون مردم برنامه داشته باشم، بودجم هفته 100 دلاره، بودجم سالی 100 دلاره. منم بهش میگم شما سالی یه بار بی برنامه بذار، هفته یه بار بی برنامه بذار. این چه رسم بدی شده که آقا من باید هی زنگ بزنم، شما اویلیبل نیستی شما زنگ بزنی، من اویلیبل نیستم و وقت هم دیگر رو میکشیم. بریم سراغ یکی از دوستان. ما اون روز وقتی راجع به این اتوبوس سول روی کره زمین صحبت کردیم، دوستان زیادی هی بیلاغ فرستادن، بیلاغ بیلاغ، ما براشون نوشتیم امیدوارم این بیلاغ آمریکایی باشه، موفق باشید، و اگه بیلاغ ایرانیه خب حداقل یه چیزی بنویسید. یکی از دوستان گفت که من همینجوری فقط اینو فرستادم تا بعد برم خونه بخونم بهت چیز کنم. وقتی رفته خونه، خیلی ممنون، وقتی رفته خونه اینو خونده دیده هیچ توضیحی نیست،
درستم میگه، توضیح آنچنانی من ندادم که من میخوام یه اتوبوسی بخرم برم دور دنیا بچرخم، به آقای دکتر رضا سلامی ثابت کنم که دنیا گرده و صاف نیست. اگه یه وقت رفتم اون بالا از بالاش افتادم پایین، اون میگه دیدی به این سوربی گفتم زمین فلته ولی رفت افتاد پایین. هنوز شنیدید که مثلا برادران امیدوار رانندگی کردن با سیتروئن رفتن دور دنیا و به آفریقا که رسیدن افتادن پایین؟ خب اب نداره، اونام آزادن فکر کنن کره زمین. من سال هاست بهتون گفتم اولین بارم فکر این بودم که یه اتوبوسی مال مدرسه بخرم به صورت کتابخونه این ور اون ور. اون موقع ها اهل کتاب بودیم و کتاب و اینها. یه چیزی دوستان خیلی احساس بدی نداشته باشید، دیروز توی تلویزیون آمریکایی میگفت آمریکایی ها هم از ساعات خوندنشون چه کتاب چه روزنامه چه مقالات کم شده به ساعاتی که مثل ما تعزیه گوش میکنن، روزه گوش میکنن، نمیدونم ویدیو تماشا میکنم اضافه شده. یعنی تو این قسمت تنها نیستی. ما فکر اون بودیم که اتوبوسی، تا اینجوری گفتیم این آقای مهران صدری گفت آقا فکر خوبه، نفر اینقدر میگیریم. گفتم آقا من اونو خودم میخوام بخرم، از کی پول بگیرم؟ نفری چی؟ اون موقع پولدار بودم. بعد الان یک اگه برنامه‌های بیلما رو نگاه میکنید، این بیل ماهره، اگه میخواین به انگلیسی بنویسید همون ماهر خودمون، حالا نمیدونم اینا اصلشون از کجا هست و اینها، ولی اینجا میگن بیل مار. اینا خیلی ماجرای عجیبیه. مثلا یه آقای هست الکس آذر، بعد این یکی از وزرای ترامپ. الکس ای اولی رو میگن ای، آذر رو میگه ایزار. میخواستم زنگ بزنم به این مرده بگم آخه چرا این اولی ای ای، اون دومی ای ای، یه جای دیگه این ای بمانه؟ کجا بودیم اصلا؟ هیچ کدوم یادتون هست کجا هستیم؟ یه برنامه شبا میاد شروع میکنه جوک میگه، قبل از اینکه جوک بگه مهموناشو معرفی میکنه. مثلا میگه امروز با سوربی هستیم، تق 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 در میزنن، سوربی میاد سلام علیک میکنه و اینها، این میرتش. بعد چند دقیقه یکی از این حضارو میاره میگه که چند نفر هستن که بیرون وایستادن و جاگیرشون نیمده، کی حاضره بیاد من ازش سوال جواب کنم، اگر غلط جواب داد بره بیرون یه نفر که اونجا هست بیاد جاش بشینه. دست بلند میکنه، طرف فکر کنه خیلی هوشش بود، میاد میگه آقا خانم الان شما از خودتون بپرسید، این سوربی رو که من الان نشون دادم دستش چی بود؟ طرف یه سری فکر میکنه میگه هویج بود، آبجو بود، بطری آب بود، لیوان بود. اگه درست گفت میگه برو بشین، یه جایزه هم بهش میده، یه 20 دلار 50 دلاری میده، میگه برو شام بخور. اگه درست نبود یه آهنگی هم میخونه که من تنها هستم، I'm by myself، و میره بیرون. این میره بیرون یه نفر دیگه میاد میشینه جاش. حالا ما این سوالا رو از شما میکنیم، من داشتم چی میگفتم؟ حسن تلویزیون مردم اینه که شما میتونی ببریش عقب، ولی نبری یا وایس برنامه زنده این کارو نکن، برنامه های مرده و نیمه جان این کارو بکن. چون قرار شد من به این دوستمون توضیح بدم بگم که این برنامه چیه، سر بیلمار داشتم با شما صحبت میکردم. بیلمار به دموکراتا میگه که احمقا برید توی این فاکس نیوز صحبت کنید، هی نگید اینا تندرو و ما نمیریم اونجا. همینو میشه برای شاه اللهیا بگی، همینو میشه برای مجاهدا بگی، همشون تو رادیو تلویزیونای خودشون دو تا عقب افتاده به به چه چه میگن نمیرن جاهایی که اونا رو به چالش بکشن. یه نفر دو نفر رفتن بعد گفت که حالا نگاه کن ببین چه تغییری پیدا شده. خانمی که همیشه به فاکس نیوز گوش میداده و هیچ وقت خبردار نشده که این ترامپ چه موجود پلیدیه، چقدر جرم‌های مختلف انجام داده، خانوادش، این زنی که دخترش 83 میلیون دلار همین امسال، آخه این چه کار کرده برای وایت هاوس، چه کار کرده برای کارهای دیگه، چه کار کرده؟ ولی چون دختر ترامپ الان آویزون شدن به کاخ سفید، 83 میلیون درآمد داشته. اینا که قشنگم بلدن
راه و چاه و سوراخ و هول بهش میگن لوپ هول، اینا رو انجام میدن و مالیات هم نمیدن. شما چند در آوردی؟ والا ما هر جا میریم 200 دلار در میاریم فوری میگیم اوکی 30 درصد بذار کنار، ما 140 دلار امروز در آوردیم. حالا یا اونا ازت کم میکنن یا خودت باید بیای نگه داری. اگه نگه نداری بدهکار میشی. و تو آمریکا میگن دو چیز درش شک نکن، یکی مردن یکی مالیات. خب با یه خانمی صحبت کرد، خانمه گفت من تا امروز نمیدونستم ترامپ یه همچین موجود پلیدیه، برای که همش به اونایی که دوست داشتم گوش میدادم، امروز که به مخالفا گوش دادم اینا رو گفتن، رفتم تحقیق کردم و there is no way، یعنی دیگه امکان نداره که من به ترامپ رای بدم. دوستان گاهی وقتی برید به اونایی که مخالف شما صحبت میکنن، مخالف نظر شما صحبت میکنن گوش بدید، حمله نکنید، فحاشی نکنید، برید تأمل کنید، تحمل، اول تحمل کنید که بتونید بعد تأمل کنید، فکر کنید، تحقیق کنید، بعد بیاین نظر بدید. خوشتون نیمد برید. خب اینم از خیلی مهم نیست کجا بودی، مزخرف فرقی نداره. اوه که من از بایست چه دارم میخونم، ببخشید دوستانی که آمدین، من اون وقت حالا روی صفحه‌ای بودم که اینو نمیدیدم. ممنونم از آقای رجبی، ممنونم از آقای خوشنودی، آقای علی حسین نژاد. آقای قربان علی حسین نژاد یکی از کسانی هست که بارها در تلویزیون مردم برنامه داشته و من به این دوستان پیشنهاد میکنم اسمتون رو همه جا یه رقم بنویسید که وقتی یه کسی میاد رو فیسبوک این اسم رو توی گوگل میزنه همونجا بتونه شما رو پیدا کنه، خودتون رو گم نکنید در لابلای این دنیای مجازی. یه جا مینویسید علی حسین نژاد، یه جا نژاد رو با ج مینویسید ج جاله، یه جا نجات رو با ج مینویسید ج نجات مینویسید، اینا مشکل ایجاد میکنه. یه جا مینویسید قربان علی، یه جا مینویسید قربان، یه جا حسین نژاد، سر هم یه بار جدا جدا، در هر صورت مشکل نیست، حالا پیداتون میکنه. میگه که سلام آقای سربی، خسته نباشید. اول اینکه نعوذن بالله درست است، نه نعوذن بالله. خب اون که انگلیسی نوشته، آهان نعوذ، آهان نعوذن بالله، بله این از اون اوهای دوتا او میخوره، نمیدونم چی بهش میگفتم، دو ان ان و دو تن ان ان اون، ایشون میگه از اون اونا هست نه از اون نونا، خب اب نداره. بله نعوذن بالله یعنی به خدا پناه میبریم. مسلمان کفر را میگه، بعد هم میگه به خدا پناه میبرم که خدایش ببخشم. ثانیاً حلوا در عربی و ادبیات قدیم کلن به معنی شیرینی است. حتما با شیره انگور و کشمش چند نوع شیرینی درست میکنن و فکر کنم حلوا با شیره انگور هم درست میشه. موفق باشی. بله خدا بیامرزه رفتگان شما. پدر من اردشیره رو خیلی دوست داشت. تو زمستون ها چیزایی اینجوری نبود که من برم شیرینی ناپلونی بخرم بیام، برم خامه انفجاریه چیه، خامه نارنجکی بخرم بیام، ارده بود شیره بود اینها. بعد بعضی وقتا با همون تلیت میکردن، ارده با شیره و یکم روغن نونم میمالیدن، یک سینی مسی هم بود، چقدر خوشمزه بود. بعضی وقتا این فقیرها یه چیزایی خوردن که آدمای پولدار هیچ وقت حتی فکرش هم نکرده و چه مزه‌ای میده. البته بماند که من 2005 که رفتم ایران گفتم آقا این آبدوخیاری که میگن من هیچ وقت تو زندگیم نخوردم، این دوست ما خواست برای ما آبدوخیار درست کنه، از چلو کباب گرونتر بود، من نمیدونستم کشمش گردو سبزی مبزی این چیزها رو باید بریزه، اما گرون 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 از چلو کباب گرونتر بود. بماند حلوا در عربی شیرین و اینها، بله بله، و فکر کنم حلوا با شیره انگور هم درست میشه. موفق باشید. خیلی ممنون، شما هم موفق باشید. مقاله شما رو من میخونم و گهگاهی هم جواب میدم. خیلی ممنون و خوب. خب میگه پس آها درود جناب سربی گرامی، آقای رحیم نگهبان، گر صبر کنی ز قوره حلوا نخست، منظور شاعر تنها خوردن حلوا نیست بل نتیجه کار است. بله شما درست میگی. البته شما از کجا میدونی منظور شاعر چی بوده؟ این جادجویی رو نگاه کنید، میگه شما نمیتونی بری تو مغز یکی دیگه بگی منظور این بوده.
بگید به نظر من، به نظر من، میگه حلوا رو، قوره رو نخور، صبر کن، یه روز شیرین میشه. ممنون و متشکرم از شما. بله، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. این در رابطه با اونه؟ فکر نمی کنم. آری، از قوره، از قوره که شود انگور حلوا ساخته می شود، آن هم چه حلوایی، آب انگور جوشیده و غلیظ میشه، شیره انگور. مرسی مرسی، همون چیزی که آقای حسین نژاد هم گفتن. مرسی. خب میگه که آقا پس شما با دعوت از من برای پرام گذاشتن برایم نقشه داشتی. کاکو، این که ترامپ بی ادبه نباید ما را از درخواست خواسته هامون باز نگه داره. از من ملاقات بخواد میگم باید با ادب باشی و به ایرانی ها به طور کلی توهین نکنی. این که او از موضع قدرت صحبت میکنه دقیقا توجیه و دلیلی برای من است که من هم از موضع قدرت با او صحبت کنم. آفرین، شما اینو درست میگی، من عذر میخوام. شما اینو درست میگی، ما هم با من یه بار گفتم، گفتم این احمدی نژاد، من از یه چیزش خوشم اومد، وقتی که این جورج بوش دیوانه و احمق کم سواد نسبت به این ترامپ بی سواد آمد عربدی کشید، احمدی نژاد هم آمد مثل خودشون گفت اوکی بیا بیرون، عربده میکشی منم عربده میکشم، میخوای مشت بزنی منم مشت میزنم، همه رفتن تو سوراخ‌هاشون. حالا درسته چقدر به ضرر ایران شد، ولی از یه جنگی تو اون زمان پیشگیری کرد. دوستان هی نگید احمقی نژاد، اگه احمقم بود اون کاری که انجام داد درست بود. نظر شما چیزی دیگه است، بیان مهمون برنامه باشه. خب بله، میگه که گفتی اون موقع پول داشتم اتوبوس بخرم، اونجا بودی؟ من نمیدونم منظورتون چیه. من اون موقع دوستان یه قراردادی گرفته بودم، با قرارداد دولتی، این همین چیزی که آقای شادانلو به اشتباه بهش گفتن که آقای فیلابی برای شهرداری اونجا کار میکنه و مجاهدین براش کامیون خریدن. نه آقا، دروغه این. اگه مجاهدین بخوام به کسی پول بدم بهش نمیگم کامیون بهت میدیم برو تو سرمات برف روبی کن، که این بدترین شکنجه است، پولش میدم بره وکیشن، بره باهاماس، که این کارو فکر کنم کرده بوده. حالا آقای فیلابی اگه یقه منو بگیره فکرش کنی فیلابی اینجا بمانه، اینقدر آدم خوبیه اصلا این کارا رو نمیکنه. این قرارداد ما سالها اینجا کار میکردیم برای دیگران، خوردن به اصطلاح کار کردن خر بود، خوردن یابو. یابو کی بود؟ اونایی که بروکر یا پیمانکارن. خدا بیامرز بابای من سالها عمرشو برای پیمانکاری پیروی و اینها تلف کرد و گذاشت و رفت. آقای پیروی قمارباز نبود، ولی خب ماشین نمیدونم جگوارش اونجا جگوار بود چی بود پارک میکرد، ولی بابای من باید تو سرما و گرما میرفت کار میکرد. خودش میگو این لامصب آهن، زمستونا سرده تابستونا گرمه و آدم نمیدونه چی کار کنه. دوبارم بهمن افتاده بود روش که نزدیک بود بمیره، یه بارم از یه جای افتاد پایین با تانکر نفت که نفتاشو مردم زمان شاه، دوستان مردم زمان شاه اومدن نفتا رو دزدیدن بردن، که این بنده خدا نمیتونست اقلا بگه آقا از این 14000 لیتر مثلا 4000 لیترش مونده، من فقط پول 10000 لیتر میدم، همون 4000 لیترم کشیدن بردن. بمانه، داشتیم چی میگفتیم؟ آها، ما گفتیم که خب ما اوائل مجبور بودیم، نداشتیم راه و چار، بلد نبودیم، دو کلمه انگلیسی بلد نبودیم، الان که بلدیم و زندگی همیشه همینه دیگه. یه مدت دیگران از شما سوء استفاده میکنن، یه مدت نوبت شما میشه شما از دیگران اگه اسمشم سوء استفاده سوء استفاده کنی. ولی من انصاف و رعایت کردم، من آمدم یه شرکت، اولا هر چی داشتم فروختم، بدهی هامو دادم شب راحت بخوابم. باور نمیکنی دوستانی که اینجا هستن میدونن، ما یه دفعه ماشینای نو که همین آقای فیلابی به دوستانش گفت بود این برادران سربی یا خیلی باهوشن ما نمیدونیم دارن چیکار میکنن، یا دیوانه شدن زدن به سیم آخر. هیچ کدومش نبود، با حساب کتاب قدم به قدم پیش رفتیم، الحمدلله هر سمونم موفق است. اوکی، من آمدم به داداشم به برادرم دوستان گفتم آقا من اینا رو نمیخوام، هر کی میخواد بیاد بخره. خلاصه فروختیم، اومدیم کنار، گفتیم که رفتیم اونجایی که براشون کار میکردیم، گفتیم ما میخوایم پیمونکار بشیم. گفتن ای تو جوجه میخوای پیمونکار بشیم؟ گفتیم آره دیگه، چرا نه.
چه کار باید بکنیم؟ گفتن این بیمه رو باید بخری، این کار رو باید انجام بدی، این کار انجام بدی، اون کار انجام بدی. گفتیم باشه، 1 2 3 4 انجام دادیم، یه قراردادی گرفتیم. اونایی هم که اومدن برای ما کار کردن با ترس و لرز آمدن، ولی من اولین کاری که کردم ساعت اول که کار کردن کاغذ رو دادن دست من، نگفتم جمعه چکت حاضره، نگفتم 4 هفته دیگه حاضره، ازشون ندزدیدم. اگر 35 دقیقه کار کرده بود، نگفتم خب حالا بگو نیم ساعت، پول 35 دقیقه رو بهش دادم. اگرم مثلا میشد 35 دلار، میگفتم این 40 دلار راوند اپ، راوند داون نکنید. آقا این میرفت میگفت که آقا تو چرا برای ویداد کار میکنی؟ یه ماه هم وای میسی، اذیتم میکنن، آخر یه ماه هم بهت میگن صورت حساب درست نفرستادی، خوابالود بودی، امضاش نکردی، شمارش ننوشتی، بیمه نداری، بی برو برای سوربی کار کن. اون سوربی من بودم، اینجا 3 تا سوربی. گفت چرا برام برای سوربی کار کنم؟ گفت آقا امروز که کار میکنی برف پوش میدی، خیابون تمیز میکنی، نمیدونم نمک میپاشی، شن میپاشی، این تیکت ورقه اونجا امضا میکنن، میگن آقای مثلا سیزار، همون سزار کبیر 16 ساعت کار کرده، تا هم با سوربی قرار گذاشتی مثلا 16 تا 50 دلار ببخشید، 16 تا 50 دلار، تا میری اینو بهش میدی، اگه خونه باشه میگه وایسا، چای میخوای، قهوه میخوای، نوشابه میخوای، آب میخوای، میگه نه، میگه خب وایسا، 16 تا 50 دلار، 800 دلار میاد بهت چک میده. چطور شد؟ اینا زمستون ماشیناشون از دست میدادن به خاطری که کار نبود، ما زمستون کار پیدا کردیم، زمستون پول بهشون میدادیم. چی شد؟ میلیونر شدم. ماجرای اون بود، میلیاردر بود، رفت تخمه خرید دونه 2 تومن میداد دونه 5 تومن. دوستش گفت آقا این چرا این دیوانه؟ گفت میخوام میلیونر بشم. گفت اینجوری میلیونر میشی؟ گفت آره من الان میلیاردرم، ولی من واقعا میلیونر شدم. بماند. و اما میلیونر که شدیم، هی آمدیم از این شغل رفتیم کنار، رفتیم با دوستمون کارهای عکاسی، یه روز برو سان فرانسیسکو، نمیدونم انجمن نجاران کانادا آمدن 12,000 نفر، یه روز برو هوایی، بیمه اومده، ایجنت بیمه، همش نقل همین 10,000 نفر، 10,000 نفر، استادیوم های بزرگ، کانونشن های بزرگ و اینها. ولی امان از اون موقعی که ماشین کرایه میکردم، میچرخوندم این پیچ رادیو، کلام ایرانی پخش میشد، صدای ایرانی پخش میشد، انگار دیگه روح از قالب ما رفته بود. میگن قالب تویی کردم، از ترس میگن فقط. خلاص آمدیم اینجا، مادرمون گفت که مادر، گاهی وقتی میگه مادر، گاهی وقتی میگه ماما، گاهی وقتی میگه ننه، من به شوخی بهش میگم ننه، چطوری؟ اونم میگه ننه، ولی ما به مادرمون میگیم ماما، هیچ وقت من بهش نگفتم مادر جون، میگم ماما. خلاصه گفت که ببین یه آقایی هست اینجا برنامه ایرانی میذاره یک شنبه شبا، و منم میشینم نگاه میکنم، هم سن شما هم هست، مثل بچه‌ام دلم میسوزه. گفتم مگه چیه؟ گریه‌زاری میکنه، چی شده؟ گفت من نمیدونم پول نوار چقدره، ولی این برای پول نوار هر هفته التماس میکنه. گفتم چیه، کجاست؟ من اصلا برنامه ایرانی تو این منطقه بلد نبودم. گفت اینا این کانال C فیرفاکس، اون وقت هم نمیگفتن فیرفاکس پابلیک اکسس، یه چی دیگه بهش میگفتن. گفتیم خب یه شنبه ساعت چند؟ گفت ساعت 10. گفتیم باشه. نگاه کرد، دیدیم یه آقای آمده به نام مهران صدری، اسم اصلیش غلام حسین سامتینگ بود. اوکی، مهران صدری. نشستیم دیدیم این آقا آمد برنامه گذاشت راجع به تختی، راجع به فیلم ها و اینها، چون چیزی از سیاست نمیدونست چیزی هم از سیاست نگفت، و چه خوب، یه برنامه متنوع از همه چیز. من بهش زنگ زدم فرداشون اون برنامه رو ضبط میکردن، شماره ای که داده بود زنگ زدم. حالا شما میگین آقا این سوربی کجا بود؟ یه دفعه از اتوبوس آزادی رفت مهران صدری، ولی یادتون باشه همین مهران صدری بود که بعدن که میخواستم اتوبوس کتابخونه را بندازم، این میگو از مردم پول بگیر، همین مهران صدری بود که به من میگفت موتورسیکلت تو بذار اینجا، ما
آکشن حراج را بندازیم، حراج نه حراج فرم کنه، قرعه کشی را بندازیم. گفتم آقا قرعه کشی آکشن حراج اینا باید اجازه دولت بگیری، تو نمیتونی تو سیزه به در بیای بگی آقا هر کسی $10 بده تو این شرکت میکنه، یه نفر باید بیاد نظارت کنه. این فیلم دیل، سریال های دیل اور نو دیل، معامله یا نه معامله نکنیم، نگاه کنید قبل از برنامه یکی میاد همین ماجرایی که واقعا هندکاف یا دستبند دستشون رو به سمسونت حقیقیه قفلش میکنن به طرف، میاد اونجا اون خانمه با لنگ و پاچش میندازه بالا این سر رو باز میکنه. به این سادگی نیست که شما 12 تا چمدون آورده و 12 تا کیف سر کار آورده باشه باز کنه و این میلیونر بشه، قانون داره. برگردیم گفتیم آقا این مادر ما بیننده برنامه شماست و گفته که ایشون هر هفته میگه دوستان، خب من با این نوار، اون وقتام نوار بود، من این نوارایی که میخرم، این نوارایی هم که ما استفاده میکنیم خیلی گرونه و برای من گرون تموم میشه، اگه میشه شما هم کمک کنیم. گفتیم که آقا این نوارا چیه؟ تو اون موقع مثلا 10 تا نوار میدادن $30، یادتونه VHS 10 تاش میخریدی $30، حالا بعد دیگه کاسکو آورد 10 تاش $10 بمانه. من دارم راجع به اون زمان حرف میزنم، 1989. گفتیم این نوارا چیه؟ گو آقا نوارایی که ما استفاده میکنیم اون نوارای VHS و بتا و اینا نیست که شما استفاده میکنید، نوارای تلویزیون اینجا باید پن باشه فلان. نه گفتیم آقا شما میگی مردم پول بدن چنه؟ گفت هر کدام $27. گفتیم همین $27؟ بازاری حرف نمیزنی $27 یعنی $27,000؟ گفت نه. گفتیم آقا ما پول 10 تا نوار به شما میدیم. آها گفتم خب برای هر برنامه شما چیز میکنی؟ من پول 10 تا میدم. گفت نه، یه نوارشو 10 بار مصرف میکنیم تا موقعی که دیگه میبینیم خط میفته، مگنتاش از بین میره. گفتم آقا شما دیگه مگنتارم خراب نکن، ما پول 10 تا نوار میدیم تا ببینیم برنامه تا خودمون نگاه کنیم کمک کنیم. همچین که ما به این مهران صدری گفتیم پول بهت میدیم، گفت آقا حالا کجا میشه ببینمت؟ گفتیم هر جا خواستی، ما خونمون اینجاست. و کجا باشیم؟ گفت بیا رستوران پارس. رفتیم رستوران پارس، آقای رضا منصفان، ایشون هم انسان شریفی، رضا منصفان الان هم فکر کنم رستوران پارس داره ولی کوچیکتر و کیترینگ میکنه. رفتیم نشستیم اونجا، گفتیم که این $270. $270 گرفت، پول 10 تا نوار، تشکر، سلام به مادرتونم برسون، دستشو ببوس فلان اینا. گفتیم چش 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 آمدیم. فرداش زنگ زد، آی سوربی شما دیروز صحبت کردی و اینا، به نظر میرسه شما کارت خوبه، پول در میاری. گفتیم الحمدلله بعد این همه مدت که هر کاری انجام دادیم دیگران از بابت ما پول در میآوردن، بله الان خوبه. گفت من یه پیشنهادی دارم. گفتیم چیه؟ گفت این برنامه کانال C خیلی بیننده نداره، یه کانال دیگه ای هست که ایرانی ها تو اون برنامه دارن، شما بیا وقت بخر، اینجا وقت مجانی میدن، شما کیبل اگه داشته باشید نگاه کنید، یه ماهی 50 سنت، ماهی $1 شما میدید برای اکسس برای دیگران. این اینا تو کجاش خوندن که اون طرف هم بتونه صدا بده، فقط اونایی که پول دارن نباشن. این فیسبوک دوباره قطع شد، من وصلش میکنم برمیگردم باز میام. یک لحظه گوشی خدمتتون. و اون روز رفتم خوندم راجع بهش، گفت که کروم این اشکالو داره، گاهی وقتی فیسبوک رو قطع میکنه. خب با فایرفاکس هم میخوایم بریم که کار نمیکنه، چه باید کرد من نمیدانم. اینجا دوباره شروع میکنیم، اینجا بیایم رو این هم شروع کنیم و من عذر میخوام از بابت این که این قطع شد، ضمن اینکه بنده هیچ گناهی ندارم. آقای سلیمانی هم اینجا هستن، ممنون و متشکرم. من درباره این اهداف اتوبوس و اینها صحبت کردم. بله شیر آن یور پی چش اوکی. خب گفت که آقا شما اگر میتونی یه پولی بذار من واردم، من برنامه درست میکنم فلان و اینها. حالا خودت هم صدات خوبه هم قیافت خوبه، اگه خواستی شما برنامه بذار. گفت آقا من بلد نیستم. گفت آقا کاری نداره که فلان و بیسار اینها بمانه.
گفتیم ما چند بدیم از دست این در بریم؟ 10,000 دلار. خانم بنده اون موقع انقدر پول داشتم که تا یکی میگفت 10,000 دلار مینوشتم بهش میدادم که بتونم از اونجا برم بیرون. امروز نشستم اینجا به شماها التماس نمیکنم. ببخشیدا مردشور منو ببره که یه روزی بخوام به شما التماس کنم برای 5 دلار 10 دلار. دارم به شما یاد میدم که بابا با 5 دلار 10 دلار همکاری کنید، همگام بشید، حمایت کنید. نکردینم نکرد. خب اون موقع ما 10,000 دلار نوشتیم دادیم به ایشون. این باورش نمیشد که یه ایرانی این بهش میگه که آقا مثلا پول سمای این برنامه میشه 10,000 دلار. اینجا رسمه تو کار تلویزیون رادیو اینا فصلی برنامه درست میکنن، 13 هفته که میشه 3 ماه، بهش میگن پایلوت. همون پیلوت چراغ گاز و اینا بود، آزمایشی یا پایلوت، فکر کنم پایلوت خبر این خلبانم از همون میاد، نمیدونم. خلاصه این باورش نمیشد که یه نفر به این سادگی پول بده. ولی گوش کنید، افرادی که مرغهایی رو که تخم طلایی میذارن میگه چقدر خوب میشه که من این مرغ رو بکشم بخورم، شاید از فردا خودم تخم طلا گذاشتم. فردا زنگ زد گوه آقای سوربی، من دیروز وقتی با شما صحبت کردم یه چیزی رو یادم رفت بگم. گفتم چه چیزی؟ گفت خب این 10,000 دلار کرایه تلویزیونه، منی که برنامه درست میکنم اجرا میکنم حقوق من چی؟ گفتم شما اتفاقا رو این نکته بیشتر از اون قبلش اصرار داشتی و گفتی من مجانی کار میکنم، شما سرمایه گذاشتی، من مجانی کار میکنم، اگه چیزی ساختیم نصف و نصف، درسته؟ گفتم درسته که به من گفتی 90%، اول شما گفتی 90% چون پول گذاشتی، من 10%، من به شما گفتم نه 50-50. گفت بله. گفتم حالا یه چیز دیگه من بهت میگم، شما برو اگه پول ساختی 90%ش برای تو، 10%شو بده به من به عنوان سایلنت پارتنر. سایلنت پارتنر یعنی کسی که اومده پول گذاشته. شما میخوای یه بیزینسی راه بندازی، میری به شوهر خواهرت میگی، میری به خواهرت میگی، میگی من میخوام از نردبون بالا برم سقف درست کنم. خواهرت میگه کاکو جون من که نمیتونم از سقف بالا برم. میگه شما پول بده من از سقف بالا میرم. گفتم این کارو بکن. میدونید جواب چی داد؟ گفت خب گارانتی که نیست که، تضمین که نیست که من بتونم بسازم. گفتم خب شما دیروز با اون شور و حال یه جوری صحبت میکردی که من فکر کردم اصلا گارانتی که هیچ، این 10,000 دلار شما بری بدی همین آقای منصفان آگهی میده اون میده اون میده، 100,000 دلار میاری و من 10,000 دلار خودم رو پس میگیرم، 90,000 دلارش برای تو، یعنی من اصلا چیزی نمیخوام. گو نه اینجوری نیست و اینا. گفتم خب الان من اون موقع همش تو خیابون و اینا بودم، گفتم من الان کار دارم اینا، بعد ببینیم همدیگر دوباره. گو اوکی. فردا رفتم، این چکر هنوز نبرده بود نقد کنه و اینا، همیشه هم یک کیفی امرامون بود این آشغال مشغالمون بود. گفتم این دست چکو آوردم بیرون، گفتم شما اون چکو بده. این چکو گرفتم گذاشتم اینجا. بعد گفتم که خب حالا چیکار میخوای انجام بدی؟ حالا میخوای من به شما حقوق بدم؟ حقوق ساعتی چند؟ کسی که تو کفاشی کار میکرد ساعتی 10 دلار، گفت خب من وقتی بخوام برنامه درست کنم حداقل ساعت 100 دلار باید داشته باشم. گفتم آقا هم شکر برداشتیم. آقا خیلی ممنون. گفت گفتم شما اونو گفتی ما قبول کردیم، اینو که میگی من قبول نمیکنم. حرفی داری؟ بلند شدی آمدیم. بچه هایی که ما رو میدیدن با هم بودیم و اینا، اون دوستان، رفتیم داخل کار رادیو تلویزیون و بعد از 20 سال امروز اینجا هستیم. باز برگردیم به این اتوبوس سر. آقا اینجوری نیست که من با این اتوبوسی که راه میفتم میرم اسلحه میدم دست این وریا که اونا رو بکشن سر راه بیفته. نه، گفتیم راه بیفتیم. مثلا اگه مثلا میان آقای مثلا چی بگیم، یکی که اینجا هست، آقای لطیف زمانی، حالا این بنده خدام لندن، ما باید یه اتوبوس بخریم که تو آبم بره. حسا اتوبوس هست تو جاده داره میره، میرسه به آب، میره تو آب میره. اینجا هم یه قایقی هست، بوستون هم هست، شیکاگو هم هست، بمانه.
این آقای لطیف زمانی مثلا، میریم اونجا تو برنامه ها میگیم که ما امروز لندن هستیم، بعد دوستان میان، این رادیوها این کار انجام میدن اینجا، رادیوها اینجا این کار انجام میدن به پول آگهی، به پول تبلیغ. البته یه چیزی بهتون بگم، خدایش این آقایی که این سوال کرد چون آدم خوبیه، تا حالا هیچ حمایتی نکرده و من بعدی هم که برای این فرستادم پشیمون شدم، فکر کنم مونده بود که من چجوری از شر سربی راحت بشم. حالا من این توضیح رو دادم که ایشون خیلی قشنگ آزادانه از شر من راحت بشه. ساعت 3 بریم این آگهی برنامه آقای احمد ندیمی رو ببینیم و برگردیم. شنبه هم کجا بریم؟ بریم این کنسرتشون در استرلینگ ویرجینیا، و اینجا شماره تلفن اینها رو میده. اگر سوالی داشتید، اگر خواستید بلیتی تهیه کنید، خواستید بلیت دست جمعی بخرید برای کلاستون، برای بچه هاتون، برای فامیلتون، تماس بگیرید. و من فکر کنم اگه به اینا، به این دوستان بگید که سوربی گفته اگه بگیم تلویزیون مردم به همون تخفیفم میدید، با وجودی که تا امروز من صحبتی از تخفیف نکردم، فکر کنم تخفیف میدن. و پولی هم نیست، 25 دلار بلیتش هست و اسم این برنامه هست The Art of Healing Sound and Movement. چهارشنبه قراره با ایشون صحبت کنم. میخوام از ایشون سوال کنم چرا شما همین مترادف این رو با فارسی ننوشتید. و شماره تلفنشون هم هست 703-376-3433. با هم ببینیم و برگردیم برنامه رو داشته باشیم. دوستان اگه خواستین شماره تلفن یادداشت کنید یا آدرس رو بنویسید، اینها داشته باشید. شماره تلفنشون هست 703-376-3433. محلی که این کنسرت برگزار میشه هست 22-821 سیلور بروک سنتر درایو، سویت نمبر 160 و استرلینگ ویرجینیا 20-166. ممنونم. آقای لطیف زمانی نوشته ما هم شما رو دوست داریم هم بیننده های شما. خیلی ممنون آقای لطیف زمانی. اون کسی که من و شما داشتیم درباره‌اش صحبت میکردیم چیز جدیدی نیست، فقط این مادرش بنده خدا در شیراز داره فوت میکنه، خیلی مریض بدحاله. هر وقت به این آقا زنگ میزنن این میگه من هفته دیگه آزاد میشم میام، ماه دیگه آزاد میشم میام. میخوایم ببینیم اگر
میشه کاری انجام داد، پولی داد که این آزاد بشه، من این کار رو انجام بدم. دلیلش اینه. حالا اگه این آقا موکل شما بوده که خب دیگه فبقا شما بیشتر خبر دارید، و بله الان چندین سال این موضوع جدیدی نیست، ولی موضوع جدیدش اینه که مادرش به شدت بیماره و اصلا میگن این بنده خدا منتظره که این پسرش رو ببینه و جون بده. دوستان من و شمایی که در خارج هستیم، حالا من جزء لاکیا هستم، جزء خوشبختا هستم، برادرام اینجا هستن، خواهر ندارم، مادرم اینجاست، پدرم اینجا بود فوت شد، بعضی از شماها که اونجا کسانی بهتون چشم، یعنی چشم برای شما هستن، این روزا با این وسایلی که وجود داره، یه تلفنی، یه فیس تایمی، یه واتسپی، یعنی به قدمی، به قلمی، به درهمی، یه جوری اینا رو از اون چشم انتظاری بیرون بیارید، مسافرتی انجام بشه و دیگه نمیدونم من چه کار میتونم انجام بدم. خیلی ممنون آقای محمد اسماعیل، درود بر تو عزیزم، سلام عزیزم، عزیز برادر، خیلی ممنون. و بریم سراغ نوشته ها. بیبی نتانیاهو بازنده است و جالبه اگر شما تحقیق کنید بخونید مقالات رو، آقای نتانیاهو نتانیاهو سر این داره میبازه که اینها برنامه‌شون این بود که سر به اصطلاح طلاب حوزه علمیه تلمود رو بفرستن سربازی، اونا این بلا رو به سرش آوردن. ای این کیه؟ ببینیم این کیه؟ نه من صدا رو میبندم. من از قبل اگر کسی تماس گرفته باشه قرار گذاشته باشیم با هم صحبت میکنیم، اگه نه بذارید برای برنامه آینده، و الا فکرشو بکنید این آقای چیز برنامه گذاشته بود بنده خدا. آها خیلی ممنون. ببینی آقای بها کارش درست میگه، آقا اگه دنبال شماره من میگردی با این شروع میشه با اونم تموم میشه، و چقدر شماره ردیف و معلومه آقا تا یه چیزی میشه جاسوسی هستی، جز به این استیت چی میگن نمیدونم شادو گاورمنت هستی، این شماره بابا ما که چند تا بیزینس داشتیم هنوز هم شماره نداریم. خب درصد پیدا کردم قسمت اولش، قسمت دومش هم که پیام کوتاهی بود ولی خوب بود، لب مطلب رو شما در 3 دقیقه گفته بودید، الان هم بعدش گفتید که ما هم قدرت داریم دیگه، همین که وایسی جلو یه نفر میفهمی که قدرت داشتی تا امروز وایسادی، اونم شما درست میگی. I love you and your program always good luck. مرسی، میگه من شما رو دوست دارم، برنامهاتونم دوست دارم و براتون همیشه خوشبختی آرزو میکنم. ما هم از شما ممنونیم که با ما بودید و هستید. اون روزم نمیدونم پیام منو گرفتید یا نه، گفتم اون تلویزیونی که براتون آگهی پخش میکنه اگه خواستید همون دوستان اون آگهی رو بفرستن، من اینجا پخش میکنم و چجوریه بگیم مثلا 3 ماه شما پرداخت کن 1 ماه مهمون ما باش، یا 2 ماه پرداخت کن 1 ماه مهمون ما باش، در صورت با هم کار کنیم. من همیشه به دوستان میگم شما به من بگید بودجه تبلیغاتتون چیه، بودجهتون چیه، هزینه‌تون چیه، ما کار میکنیم. اگه همتون هی میخواین صحبت کنید به این نتیجه برسیم که آقا من که پول ندارم شما به من مجانی برنامه بده، ببخشید اینو میگم بی تربیتی هم میشه، طرف میگه آقا اینقدر دادم که جاش درد میکنه دیگه نمیخوام بدم، چی بگیم آخه به خدا؟ همین چیزایی مگه نیست که با دوستامون میگیم؟ مگه همین چیزایی نیست که فامیلمون و دوستان نزدیک حرف میزنیم؟ چرا تو تلویزیون که میان تیتیش مامانی میشیم همین جوری حرف میزنیم دیگه؟ به هر کی میگیم آقا من میخوام برم ایران رو آزاد کنم، میگم خب شما برای تبلیغات بودجه چیه؟ آقای سربی الان که بودجه ای نداریم، ولی اگر بریم چون پیروز میشیم شما هم میشی رئیس رادیو تلویزیون. خدا بیامرزیم بابای ما زنده نیست، و ایلام میگو آقا برو ننت شوهر بده. در هر صورت اون ماجرا رو براتون گفتم، اتوبوس سرلو گفتم، اگه میخواین بیان اگه نمیخواین نیان. اتفاقا برای این دوستم نوشتم آقا خیلی پتیک نوشته بود که من اون روز میخواستم تماس بگیرم
ولی برنامه رو بعد از برنامه، بعد از برنامه زنده دیدم، گفتم دیگه فایده نداره. و بگم اگه 5 نفر آمدن من نفر ششمم، گفتم آقا 5 نفر چیه؟ شما سنگ به این بزرگی جلو ما میندازی؟ شما بگو اگه 1 نفر آمدن من نفر دومم. ضمن این که اون 1 نفرم هنوز پیدا نشده و بهتون گفتم اون دوستی هم که به من میگه خب حالا شما بگو این برای چیه، اون میخوای چیکار کنی، میخواد انقدر بگرده. به قول یکی از دوستان گفت آقا اون جوکی که طرف میومد تو داروخونه جیش میکرد و رفت، یادته؟ گفتم آره. گفت این دوستان هم دنبال این بهونه میگردن که میخوان جیش کنن و برن. آقا بیا اصلا ما دیگه از بس شما آمدی جیش کردی رفتی، اینجا چند تا توالت گذاشتیم، بیان راحت جیش کنین، از اون ورم برید که ما هم نبینیمتون، نه شما شرمنده بشی نه داروخونه ما جیشی بشه. مرسی 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 دوستان عزیز. بریم سراغ 4 حرف حساب. بها ابهری اینجا نوشتن مقاله‌ای در رابطه با ایران آمریکا، مرسی. و اون دوستمون که اهل سمنان هست در رابطه با برنامه داشتن، آقا خیلی ساده است، اگه شما دنبال چی مجانی میگردی، فیسبوک، یوتیوب، نمیدونم وبسایت های مختلف، اونا مجانیه. اگه میخوای یه جایی که 4 تا بیننده 20 ساله داره و نمیدونم اینها، این شرایط ماست. شما به من میگی سوربی من میخوام هفته $1000 خرج کنم، من میگم به اینقدر ساعت. میگه آقا من میخوام هفته $10 خرج کنم، من بهت میگم اینجوری دیگه. اگه نداری هم که اصلا نه وقت خودت رو تلف کن نه وقت من. مرسی متشکرم. کنسرت آقای احمد ندیمی شنبه 8 جون 2019 رو بهتون نشون دادم. درباره اتوبوس سرچیست گفتم برنامه بیلمار مال جمعه 31 فکر کنم بود، ببینم درسته، جمعه 31 می بود. این اولای ماه وقتی میای ما هنوز برامون مشکله. جمعه 30 ببر، نه 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 عذر میخوام، عذر میخوام، جمعه 28 نه بابا مهم نیست دیگه، حالا هرچی گیت شد. خب حالا اونایی که برنامه های من رو نگاه میکنن پیش خودشون میگن ایداد ویداد، ببین آدم پیر که میشه مثل این میشه، این 20 سال پیش 15 سال پیش ما برنامه‌اش که می‌دیدیم یک جوان شارپ حاضر جواب، حالا مثل این موتورهای گازی یادتونه گاهی وقتی روغن بنزینش بد قاطی می‌کردی پت پت می‌کرد، شمعش دود زده بود روشن نمی‌شد، بعد مجبور بودی اون کلیدشو بزنی پا بزنی. عجب چیزی ساخته بودا، پژو بود، مال پژو فرانسه، یه چیزی ساخته بود، موتور بود، هر وقت بنزین نداشتی می‌شد دوچرخه، پا می‌زدی تا برسونت به مقصد. خیلی جالب بود. خب سفر ترامپ به انگلستان، الان انگلستانه، ببینیم چه گندی اونجا بالا میزنه. و هیچ، همش شده انتخابات بعدی، هنوز که هنوز وزرا رو نتونسته، وزیرایی هم که آورده همش وزرای بله قربان هستن و ماجرای مهاجرین رو بدتر کرده، چون اینا هی بیشتر میان میگن نکنه فردا بد بشه و هیچ کم هیچ راه حلی براش نده. بله آقای ابهری میگه ایران از یمن تا عراق و افغانستان و لبنان و سوریه و نیجریه و پاکستان و افغانستان تا داخل خود عربستان و بحرین متحدانی داره و تکنولوژی موشکی و کامپیوتری بسیار بالایی در کنترل از راه دور و دستش هم چندان خالی نیست، ما نمیشنویم زیرا تبلیغات غالب و هژمونی اطلاعات در حال چرخش در دست رسانه‌های بودجه مخالف است و همچنین خواسته های سیاسی ما در مخالفت با جمهوری اسلامی نمیخواهد آن را بپذیرد. خواسته های ترامپ و نتانیاهو برای خلع سلاح موشکی ایران هرگز به نفع ما نیست، صحبت مصالح و منافع ملی است که ما به علت رسانه‌های بودجه مخالف در رابطه با این بودجه مخالف، ایشون قبلا توضیحاتی داده در رابطه با رسانه‌های بودجه مخالفت با آن توجه نداریم و نه علاقمند و یا اصلا ممکنه قابل کنترل برای غرب یا هیچ کس نیست. داوطلبی از ایران از اسکایپ استفاده می‌کنه و به متحدین سیاسیش تولید موشک بومی را آزمایش میده یا بمبی، نمیدونم، لازم باشه شبانه به عنوان یک ماهیگیر خودش را با آن برای آب میرسونه، چه کارش میتونی بکنی؟ غرب در تحقیر نیروی نظامی و سیاسی و فرهنگی آن
دروغ میگه، احساس ناامنی میکنه که در پی محدود کردن آن حتی به قیمت تجزیه ایران است، دروغ‌هایشان را در ناچیز جلوه دادن قدرت ایران باور نکنیم. جهان جز پذیرش ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای چاره دیگر ندارد. اگر عربستان و اسرائیل هم با ایران مسئله دارند، خودشان باید با ایران مذاکره کنند. موضع خامنه‌ای هم نابودی اسرائیل نیست و بهش دروغ می‌بندند. شعار دادن بخشی از فرهنگ ملی ماست. او میگوید انتخابات آزاد در همه اسرائیل و فلسطین، آن را میشه جورهای تحلیلش کرد و میتونه موضوع مذاکره باشه. پیش شرط هم نداره. پیشنهادی محترمانه از ایران. ببین آقای ابهری، باز برمیگردیم به این که آقا همه این چیزایی که شما میگی درست، ولی با اون بخشی که نادرست رو تبلیغ میکنه. همین دیروز برنامه های شما از صبح نگاه کن، چیه اون reliable sources، بعد GPS، بعد برو فاکس، این آقای مایک والاکس نه پسرش کریس والاس واقعا برنامه خوبی اجرا میکنه. اینا رو شما نگاه کن، به این نتیجه میرسی که آقا من یه بلنگو رفتم خریدم، حالا رادیو شک که دیگه نیست، الان این روزا بخوای بلنگو بخری باید بری کجا، با رو آنلاین بهش میگن مگافون ها، یه بلنگو خریدم اینقدر، اینا 6 تا ماشین روش بلنگوهای انقدی مساجد بسته، هم جلوش هم عقبش هم این ورش هم اون ورش، آقا صدای من رو خفه میکنه، اینو چه کار کنی؟ این قسمتی از حقیقته. شما حالا یا مهندسی یا طراحی، دیدم یه چیزایی هم در رابطه با بیزینس داری، اونو نشون ندادم، گفتم شاید نخواهید خواستی از دفعه دیگه اون صفحه‌تو نشون میدم، اصلا اونو تبلیغ کن آقا، شاید 4 نفر پول داشته باشن بتونیم پولاشونو بگیریم. در هر صورت این مگافون با این بلنگوی کوچیک ما، شما میخواید چیکارش کنید؟ راه اون چیه؟ این که انقدر دروغ میگه. آها، تو همه این برنامه ها به این نتیجه رسیدن ترامپ انقدر دروغ میگه و انقدر تکرار میکنه که مردم باور میکنن، و اونایی هم که باور نمیکنن بی‌حس شدن، نام شدن دیگه، میگن آقا چیکارش کنیم؟ It is what it is. اصلا ممنونم افرادی مثل شما، اگر از همین مگافون کوچولو هم استفاده کنی، صحبت کنی، یه نظر دیگه میاد، یه بحث دیگه میاد. الان طرف میره میگه آقا این تریتا پارسی زاده یا پارسی پور، من تا امروز نمیدونم چرا این پور و ایناش جایی نمینوشتن، اینم یه قسمتی از برنامه‌های جدیدشه، تریتا پارسی. و یادت باشه اولین کسی که تو رادیو تلویزیون‌های ایرانی باهاش مصاحبه کرد من بودم، اولین کسی که با سیامک زن ستوده مصاحبه کرد من بودم، اولین کسی که به ترکا برنامه داد من بودم، اولین کسی که به کردا برنامه داد من بودم، و اینا همه یکی پس از دیگری قد ناشناس. طرف میاد بهم میگه آقا شما جزء نایاکی، میگم نه احمق، نایاک یه مدتی میومده آگهی میذاشته اینجا، اونم روزی 3 دلار. برای این روزی 3 دلار ما میگفتیم حالا که ایونت داره ایونتت هم پروموت میکنیم، پلاگ میکنیم، خب تو پوفیوز هم بیا بذار دیگه. به اون میگفتم مگه تو ضد همین حسن دایی الاسلام مجاهد، حالا هر چی میخواد گوخوری کنه بگی من پول وکیلم و اینو اون میدن فلان، دروغ میگه و رفت سو کرد، این همه پول دادن گفت برنده شدیم. خب ببخشید تو شیراز طرف میمان میگفت برنده شدیم، میگه آقا دست خره بده تحویل ایشون، جایزه شما یه دست خره، حالا من خود دست خودم میارم بالا. آقا اینجوریه. بله آقای کی بود حق گفت رفت پایدار، انالحق میگفت، چی میگفت؟ اونم اینجوری، حالا شما حق بگو. چند نفر حق گفتن؟ دیشب من یه جایی بودم، طرف مال اتیوپی بود، صحبت میکردیم باهاش، گفت آقا اینا چرا ایران رو حمله نمیکنن و چرا لیبی و اینا رو که حمله کردن فوری یه نفر رو جاش نذاشتن، گذاشتن که داغون بشه که بعد بیان بسازن. راستم میگه آقا زده همه چیزای لیبی رو داغون کرده، حالا اگه میخوان مثلا نیروگاه اتمی هم بسازن، نه بمب اتم، کی باید بیارن؟ کی رو نه ها، کیو باید بیارن؟ چه کسانی رو باید بیارن؟ آمریکایی، اروپایی، یعنی چی؟ دوباره یه بازاری برای خودشون راه افتاد. پولایی که اینا میگفتن این آقای لیبی کی بود قذافی انقدر پول داره، پولاش کجاست؟
بچه‌شو که گرفتن، خودشو که کشتن، پولاش کجا رفت؟ اون احمقا هم پولا رو میذارن تو بانکای اینا، اینا میخورن و بالا میکشن. پس برنامه است که هر 30-40 سال اینا بزنن داغون کنن، پولای طرفو بکشن بالا، و چون داغون میکنن مجبور هستن بسازن، سازندگی هم خرج داره. خب اینا از این دیگه اینجا چیزی ندارم. آها داشتم راجع به روز جمعه میگفتن که 12 نفر در ویرجینیا کشته شدن. ویرجینیا اون قسمتش بهش میگن ویرجینیا بیچ، یعنی کنار دریای ویرجینیا، 4 ساعت تونبری 3 ساعت با اینجا فاصله داره، و ما اولا که اومده بودیم میرفتیم، بعدا دیدیم اینا هی با ماشین میرن اول خیابونو میان، بوی دود، شما رفتی کنار دریا بعد بوی دود آزارت میده، بعد رفتیم اون بالاتر، اون قسمتی که اتفاقا مال گیا هست، ولی چه جای تمیزی، چون همشون هم با دوچرخه میرن و میان، رهوبات و اینها. حتما ممنون، مرسی مرسی مرسی. دوستان عزیز چیزی به نظرتون میرسه دربارش میخواین صحبت کنید بگید، بلد باشیم صحبت میکنیم، بلد نباشیم از دیگران خواهش میکنیم. و اما عید فطر شد، عید فطرتون مبارک. فطریه امسال چنه؟ تا وقتی به یادم میاد بر سر عید میان مسلمانان اختلاف بود، همیشه شیعیان یک روز بعد از سنی ها عید میگرفتن. در پژوهش های پخش شده در این اواخر آمده که در عرض 65 سال گذشته سنی ها 40 بار ماه روزات را زودتر آغاز و زودتر عید گرفتن. حالا در همین رابطه یه فیلمی ساختن که ما این فیلم رو به شما نشون میدیم، حکایت میکنه از به اصطلاح این ماجرای میدل ایست و چرا ما این همه بدبختیم. خب میایم اینجا، اینم برای شما میاریم روی کامرای 3. حاضرید؟ بریم با هم ببینیم. صدا چرا نداره؟ I don't know. نمیدونم منظورش چیه، یعنی مردم رو سر کار گذاشتن برای ما ولی خودشون با هم هستن این روزا با این دستگاه های چی میگن نجوم و نجوم شناسی و فلان اینها. این بیچاره خیامینا 1000 سال پیش 1400 سال پیش همه این چیزها رو پیدا کردن تا ثانیه تا لحظه اینها، ولی اینا هنوز موندن اندر خم یک ماه که فلان روز میاد یا اون روز میاد. بله میگن که ببخشید برنامه سر را من دیر آمدم متوجه نشدم. اصلا مسئله نیست آقا، هست اونجا تماشا کن، بعد یوتیوب میذارم تماشا کن. اصلا به قول به قول آمریکایی‌ها never mind disregard. دوست داشتی تلویزیون مردم رو حمایت کن، دوست نداشتی همین جوری که مهمان ما بودی باز هم باش. بعد آقای سلیمانی میگه البته در میان خود شیعیان هم مراجع تقلید گاهی با هم در روز عید فطر اختلاف نظر دارن. آقا مردم رو گذاشتن سر کار، اگه اینا بیان همشون سر یه چیز توافق کنن که دیگه حیدر نعمتی نمیشه، میشه یه گروه. وقتی بشه یه گروه دیگه میگن 100 تا آخوند که نمیخوام، یکی کافیه. اینا برای خودشون دکون باز کردن، همین دکونی که تلویزیون دارا باز کرده. اون یکی میگه ما شاه میخوام که شاه باشه، اون یکی میگه ما شاه میخوام که شاه داشته باشه، اون یکی میگه ما شاه میخوام که آخوندم بغلش باشه، اون یکی میگه ما اینا چه شما میچرخونی سوربی میزنی ایران آریایی میزنی ایران فلان فلان میزنی. دکونه، همه اینا دکونه، سوپرمارکت مغازن، خیلی جدی نگیریشون، از کنارشون بگذر. گفت بگذر و بگذریز. خب مسلمانان در ماه رمضان
در حدیث از پیامبر اسلام آمده النظافت من الایمان، پاکیزگی ایمان است. منظر خیابان اصلی کاظمین پس از سحر، کاش از الاغها می آموختیم یا می آموختن. اینو من به شما نشون میدم، توضیح خودم رو هم بهتون میگم. یک لحظه صبر کنید این عکس رو من بزرگ کنم. بله، چون این دوستمون اینا رو از خلیج فارس ارسال میکنه، بیشتر اینها زیرنویس عربی داره یا اصلا خود فیلمه عربی ضبط شده. کاظمین که مال عراق دیگه نه، ایرانی الان زیاد میره. خب حالا تو همین فیلم نگاه کنید شما، ببینید تا حالا شما سطل زباله دیدید جایی؟ نیست آقا. تازه همین آمریکا که هست، سطل زباله رو گذاشته برای روزای معمولی که مردم میان از مترو پیاده میشن، ساندویچی رو که مثلا صبحونه خورده کاغذشو میندازه تو سطل زباله میره آفیسش. روزی که مسابقه فوتباله، روزی که کانونشنه، روزی که جشن استقلال آمریکاست، بعد شما بیا ببین فردا چه آشغالایی اینجاست. آقا ملت مبل خونه‌شون رو می‌بردن، یخدون رو می‌بردن، تلویزیون می‌برد اونجا، بعد یادش می‌رفت یا کهنه بود می‌شکست، مشروب خورده بود، توالت دور بود، همونجا جیش می‌کرد و خودش مبل ول می‌کرد می‌رفت، که بعد گفتن دیگه نمی‌تونید مبل بیارید. بله مبل، صوفا، لافسید، برمیداشت میومد اونجا. الان از این صندلی هایی میارن که بهش میگن، فکر کنم میگن بیچ چیر، یعنی صندلی هایی که برای کنار دریاست، اینجوری تا میشه، همین هم پاره میشه بهش میکنن میرن. آقا اینجا هم همینه دیگه. ماها خیلی اما مثل اون دوست کاناداییمون آقای احسان هست، میخواد خیلی همه چیز درست باشه، ماها دیگه میخوایم از اینا هم تمیزتر باشیم. از مسابقات فوتبال شما نشستی داری چی میخوری؟ ساندویچ سوسیس و این چیزا میخوری. سوسیس رو که بیرون بهت میدن $1، اونجا بهت میده $7 $8. بعد کاغذاش همونجا که میخورن میندازن زمین. چرا؟ بعد پول میده یه نفر بیاد تمیز کنه. من سال 1987 اولین راننده رو تو آمریکا استخدام کردم. یه آقایی بود به نام کوین، سر از ارتش اومده بود بیرون، قد بسیار بلندی داشت، ورزشکار بود و آمد گفت که من شنیدم شما ماشین نو خریدی، راننده میخوای؟ گفتم من راننده میخوام برای اون ماشین کهنه، ماشین نو برای خودم خریدم. گفت خب باش. آمد رو اون ماشین کهنه شروع کرد. آقا بعد دو روز هی میشکست، من باید ماشین نو رو میخوابوندم، اونو درست میکردم. آخه بهش گفتم میدونی چیه، این سویچ ماشین نو شما بگی، من ماشین کهنه رو با دندون میکشم دیگه. خب یه روز رفتیم نهار بخوریم دیگه، زهرا وقتی وای میسادیم یه جایی کار مثلا اینجا بود، ناگفته نماند هر وقت با این آقای فیلابی کار میکردیم، آقای فیلابی به شوخی هم میگفت که بگم آقای فیلابی راجع به این خانم شما که چقدر زحمت میکشید شما سالم خوراک بخوری، لاغر بشی، ولی ما رفقای بعد، البته تقصیر خودتم بود، بذارید بگم قشنگه. آقای فیلابی ما از صبح تا عصر کار میکردیم، چندین بار همدیگر رو میدیدیم، همینجور دستش میکرد بیرون، ماشین همون که ایرکاندیشن اینا نداشت، دستش میکرد بیرون بهت انگور میداد، بهت سیب میداد، بهت میوه میداد، تا زور میشد. زور که میشد میگو بچه ها کجا بریم نهار بخوریم، مثلا میگفتیم وندیز، وقتا روی راجرز هم اینجا بود. بعد یه دوبارم از ایرانی ها چلو کباب بود. یه روز نشسته بودیم چلو کبابی که خود آقای فیلابی پولیش داده بود، نمیذاشت، تو بدترین شرایط بود، خونهشو داشتن ریپو میکردن، ریپازس، یعنی قسط بانکو نداده بود، خونهشو داشتن میگرفتن، ولی نمیذاشت ما پول خودمونو بدیم. میگم نه دیگه، مهمون من هستی. اوکی، این چیزها رو داره، بدی هم داره، بدیش اینه که خودشو گیر اسیر مجاهدین کرده. بمانه آقای فیلابی گفت که حتما شما میپرسید از صبح تا شب چرا این فیلابی سیب و گلابی و انگور و اینا رو میده به ما. گفت خانم من اینا رو برای من بسته‌بندی میکنه، میده به من، میگه دیگه امروز وای نسی از این آشغالا بخوری. حالا شاید رازش هم نباید میگفتیم، گفتیم وای نسی از این آشغالا بخوری، این میوه سالم شستم تمیز دون کردم بخور. گفت منم بهش میگم باشه، اینا رو میدم به شما، زورم میام به شما این
خوراکای جانک رو میدیم میخوریم، هممون با هم چاق میشیم، خانمامون به این نتیجه میرسن که آقا ما لاغربشون نیستیم، این چاقی تو وجودمونه، ما از منطقه آقای فیلابه، خب اهل فیلابه دیگه، از اونجا آوردیم. روزای خوبی بود، روزایی بود که پول نداشتیم ولی خیلی خوشحال بودیم. خیلی همون خونه نداشتیم، اجاره نشین بودیم، ولی هر هفته شنبه و یه شنبه برو پارک و بگرد و بازی. البته بماند که بنده و داداشام و اینها همش سر کار بودیم، ولی بازم بد نبود دیگه، بالاخره خوش میگذشت. آمریکایی هم دارن میگن good old days، یا یکی اشتباهی نشتود old good days، غلطه، good old days. خب میگه که البته در میان اون خوندم، این که من فکر میکنم در مقابل مطبوعات جهانی کنترل شده تنها با توجه به سوشال مدیا میتوان به مردمی آگاهی برای پیروزی پلورالیسم از ایران پیروز شد، این است که من فکر میکنم تنها با تغییر در مردم میتوان تغییر را ایجاد کرد. راه حل فطریه شما اینجاست. بذار ببینیم این چیه. بها جون تو این جملت رو بخون 3-4 بار، این که من فکر میکنم و اینها نوشتی و بهتر از این شما مینویسی، من میدونم. اینجا نوشته که Who saved who? Our vision. بله. How to join. اینجا من چیزی نمیبینم درباره فطری اینها. انجام کار نیک، عمل و صالحات، یا انجام کار نیک که تمام بر تمایز بهشت و نیک انجامی برای همه خداپرستان در قرآن و دیگر کتب آسمانی ادیان ابراهیمی تعریف شده، نقطه مشترکی در میان همه انسان‌های سکولار و همچنین در همه کتب مقدس ادیان ابراهیمی است که میتواند فرهنگ عمومی جهان را که بر اساس تمایزات مذهبی، بله اینجا توضیح داد که بر اساس تمایزات مذهبی و تفکرات گروهی و برتری طلبی های کاملا بشری شکل گرفته، میتواند با مشترکاتی همچون سیر کردن گرسنگان و رفع نیاز محرومان تغییر دهد. آیین زرتشتی هم پس از پندار و گفتار کردار نیک را حسن ختام شعار اصلی خود قرار داده و همچنین نقل قولهای از آشو زرتشت که انجام کار نیک را شادی آفرین دانسته است. ولی اینو راست میگم، واقعا وقتی یه قدم خیری برای یکی برمیداری اون رفته، ولی شما یه احساس خوبی بهت دست میده. اینه که میگه که آقا لازم نیست به این و اون بگی کار خوبی انجام دادی، خودت هستی. حتی میگه دست چپت از دست راست نباید با خبر بشه و الی آخر. دوستان عزیز، ساعت 3:33 است، اجازه داریم بریم یا بخونیم امروز تا 4 با شما باشیم؟ امروز به احتمال 99% آقای پرویز مینویی هم با من شما هستن. اگه بشه یک کاری میکنم که ساعت ایشون هم تنظیم بشه، چون بنده خدا کارگراش گفت رفتن و اینها، خودش کار میکنه تا بخواد از سر کار تو تگزاس بیاد، اونا از ما به اصطلاح جوانتر هستن، ساعتشون عقبتره، بیاد و بشینه برنامه اجرا کنه، میشه 7-8 شب. برای منی که از 12:02 شروع میکنم این خیلی inconvenient، یعنی راحت نیست، باید یه جوری با ایشون بگم اگه میشه برنامه های مثلا کانال E2 اونم اسمش عوض کرده گذاشته صدای ایران، یا کانال کانال یک رو ما اینجا بازپخش کنیم. ولی خود آقای مینویی به من گفته که مردم تیوی رو دوست داره، یا به قول شیرازی ها دوست میداره، برای اینکه زنده با شما دوستان، از همین آقای بها ابهری، آقای سلیمانی، آقای مجید، آقای اکبر اکبری، آقای فرزاد نیساری، اینها میگه همین که اینا اونجا نشستن مثل این که با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم، و مثل تلویزیونای دیگه نیست که من آمده باشم نشسته باشم با خودم صحبت کنم مثل دیوونه ها. راستی چرا دیوونه ها با خودشون صحبت میکردن؟ شاید این که میگن این دیوونه ها با یه جای ارتباط دارن. دیروز پریروز سر صدای UFO unidentified flying object، اوکی، باز دوباره سرکلهشون پیدا شده. میگن آقا دولت اگه شما برنامه‌ای داری خب به مردم بگو،
اونم میگه ما که نمیتونیم به شما بگیم ما داریم روی چیزی دور کار میکنیم که نه ماهواره میتونه ببینتش نه ما اون یکی دیگه چیه رادار میتونه ببینه، ما اینا رو باید مخفی نگه داریم. اون مخفی نگه داشتن و این ور این شایعات باعث شده که قوی بشه این برنامه‌ای که من و شما تنها نیستیم، دیگرانی هم هستن، حالا یا موجودات فضایی هن یا موجودات زیر آب هن، هرچی اونا هستن که این چیزهای بزرگ و خارق العاده رو ساختن که ما امروز حتی در قرن 21 با همه این وسایل هیدرولیکی و جک و نمیدونم اینترنت و اینا هنوز قادر نیستیم درست کنیم، نقشه شو بکشیم. و اگه کسی در این باره هم میخواد صحبت کنه میتونه صحبت کنه. میگه که آقای ابهری ادامه میده، به طور کلی هیچ انسانی نیست که با کارهای نیک همچون بخشش و دستگیری از محرومان شاد نشود. ترامپ احمق، این ترامپ مادر به خطا واقعا، اگر به یکی کمک کنه شب تا صبح خوابش نمیبره، ولی اگر یک کسی ببینه تو چون بینی که نابینا و چاه هست اگر هولش ندی خیلی گناه هست، این اون شب خوشحال میشه. این هستن آقا، موجوداتی هستن که شب اگه کلا سر 100 نفر نذارن اصلا خوابشون نمیبره. و بمانه عدم تبعیض در دریافت کمک و همکاری داوطلبانه در توزیع آن بدون تبعیض رشد توانایی‌های شخصی. خب اینا چیزهای خوبیه. به صفحه خود خوش آمدید و با نظرات خود ما را در انجام کار نیک یاری دهید. این صفحه حالا چی هست؟ good deed. good deed یعنی نیت خوب، نه؟ بله. اوکی. النظافت من الایمان هم نشون دادیم. نه خیلی خودتون ناراحت نکنید، اینا اینجام هست. و آهان داشتم میگفتم رفتیم با این کوین نهار خوردیم، آقا طرف میگه آقا کشتی ما رو چجوری یادت میمونه. رفتیم نهار خوردیم، وقتی آمدیم اوائلی بود که این سطلای زباله نوشته بود دونات نمیدونم لیدر یا لودر، نه لودر یعنی نگاه کردن دید زدن، اینا لیدر یعنی آشغالا رو نریزید رزنید. بعد یه علامتی هم کشته بود مثل بسکتبال، یعنی شوتش کنین توی این سطل. قشنگ بود دیگه، هم سطلا تمیز و قشنگ بود، همین چیزی که روش نوشته بود شعار تبلیغ میکرد آدم ها رو که تمیز نگه دارم. ولی شما از دم 7-11 که میمدی بیرون تا 5 قدمی که این سطل آشغال بود تمام چی ریخته بود، از چوب بستنی بگی تا پوست شکلات و آدامس و آب نبات تا کاغذ ساندویچ، هر چیزی که شما بگی ریخته بود. آقا من رفتم شیراز بستنی فروشی، گفتن بریم بستنی پشت زندان. گفتیم بابا دیگه زندان رفت، بگید بستنی خیابون شاپور مثلا، چرا میگید زندان؟ گفتن نه دیگه اونجا بریم. رفتیم، حالا اون بیچاره سطلای بزرگ از این قطعه های پلاستیک های بزرگ هست، مال اسید آبی رنگه، از اینا گذاشته بود گله به گله، یعنی از این یه باغچه‌ای که اینجا بود 5 تا مثلا جلو مغازش گذاشته بود که بی انصاف این بستنی رو که میخری میخوری پوستش اون لیوانای کاغذیشو بنداز تو این. باورتون نمیشد زمین و خیابون سفید بود، سفید از این لیوانای سفید کاغذی. یعنی از شب این مرد صاحب اینجا باید مغازه رو که میبست بیاد اینجا رو تمیز کنه. این هست آقا، اینا چجوری درست میشه. باز برگردیم این نهاری که خوردیم ما انداختیم تو اون پوست بالا ساندویچ هرچی بود این کاغذ شو، این آقای کوین اینجوری پرتش کرد بالا شوتش کرد. گفتم فکر کردم شوتش کرده که بره تو این گله، بهش گفتم که فوتبالیست خوبی نیستی و اینجا شوخی میکنن میگن شغلی رو که داری از دست نده، همین شغل رو نگه دار. بعد گفت که نه من عمدن زدم که بره اونجا. گفتم چرا؟ گفت من برای برادران خودم باید شغل پیدا کنم. باورتون میشه؟ راننده سیاه پوست گفت من آشغالا رو میریزم تو خیابون که یه شغل باقی بمونه. گفتم سالها پیش اینجا وقتی آسفالت هم میکردن برای که نچسبه پشت ماشینا گازوئیل دیزل اسپری میکردن. بخشنامه اومد از این ویدات و نمیدونم دیدات و امدات و اینها که آقا شما این گازوئیلی که قاطی میکنید همون قسمت آسفالت که با این برخورد میکنه، ما این خیابونه رو آسفالت تازه کردیم ولی بعد یه مدت کنده میشه، رفتیم نتیجه و فلان اینها دیدیم این همون قسمتی که گازوئیل توشه.
ما اینا رو غیر میزنیم که بچسبه به هم، شما گازوئیل میزنید که باز بشه، گازوئیل نزنید، یه صابونای اون صابونا رو بزنید اینا. یه راننده ما داشتیم به نام پیت، اینم سیاه‌پوست بود، پیتر بهش گفتیم پیت. این جلو اونا صابون میزد، ماشینری که میآورد بیرون میرفت دیزل میزد روش. میگفت آقا چرا این کارو میکنی؟ میگفت this is my job security. میگفت من اگه اسفالت کنن تا 10 سال دیگه آسفالت نخوام، من که دیگه خب 6 سال دیگه با برم خونمون. ولی اگه این اسفالتری که میریزم توش گازوئیل باشه کنده بشه، سال دیگه هم با اون کار میکنم. job security. شما دیدید از خودتون میپرسید اینا که دارن جاده میسازن، این بغلش هم که هیچ چینی، چرا به جای 4 تا خط 8 تا خط نمیسازن؟ طرف میگه this is our job security، اینو میسازیم برای 10 سال، 10 سال آینده میایم میکنیمش 8 تا. و همیشه هم اینجوریه، 4 لینش میکنم، 4 خطش میکنم، ترافیک 6 تا احتیاج داره، سنگین تره، 8 تا میشه احتیاج دیگه. دیدید اونایی که لس آنجلس هستیم اون جاده 405 و اینا و الی آخر. دوستان عزیز ساعت 3:41 است. بله، میگه که اگر دوست داشتید که بدانید چرا این گونه فکر میکنم، محتویات این سفرم با دقت لازم نقد و قابلیت پاسخگویی بازدید فرمایید. قربانت برم، ما میگیم این گاو نره، شما میگی بدوش تا شیرش در بره، ما میگیم آقا نه حوصله داریم نه وقت خوندن داریم. مخصوصا اگر، حالا ببینم این چیه، looking for، اینم انگلیسی نباشه، اگر انگلیسی باشه، اگر آلمانی باشه، نه، کردار نیک، انجام کار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، بله، کردار نیک، عمل و صالحا، پایانی خوش برای پندار نیک و گفتار نیک، باقیات صالحات یعنی نیکی های ماندگار یا جاودانه، بهترین نوع انجام کار نیک. هر که بدی کند جز به مانند آن کیفر نمییابد، و هر که کار نیک کند، چه مرد باشد یا زن، در صورتی که ایمان به خدا به رستاخیز داشته باشد، داخل بهشت می شود. ببین اینجا خدا زبل بازی در برده. شما به من بگو خدایی که یه نفر رو کار نیک انجام میده، هیچ که ازش شاکی نیست، چرا راه نمیده بهشت؟ فقط به این دلیل که تو به من باور نداری. خب وقتی خود خدا اینقدر خودخواهه، دیگه از من و شمای بشر چه احتیاج داری؟ این دوستمون یک ویدیوی فرستاده بود، یه احمقی میاد یه خری رو برمیداره میچرخه دور خودش، بعد این خره رو که میذاره زمین، بیچاره خره گیج شده و لطلو میخوره و همه وایسادن ازش میخنده. گفت نگاه کن ما اینیم. گفتم والا میخواستم بنویسن اینا دیگه چقدر خرن، اینا دیگه چقدر بدبختن که اسباب بازیشون خره. دیدم آقا یکی از اونا منم، و منم همین کارو میکردیم. حالا خرابر نمیداشتیم بچرخیم، ولی آزار و اذیت به حیوانا، به خرا اذیت کردن، طرف داشت با خرش میرفت، بنده خدا گل میآورد، آجر میآورد، ما چوب میزدیم به خره، خره چیز کلنگ مینداخت، اینو مینداخت زمین، از کار زندگیش میخندیدیم. خب این فرهنگی غلط بود. پدر مادرامون باید بهمون یادون میدادن، اونی که تو کوچه بود باید بهمون یاد میداد. اگه پدرمون یه جای دیگه سر کار بود، مادرمون تو خونه بود، این نبود، باید اون مادر دیگه ای که رد میشد بگه بچه، با یکی دیگه هم به بچه اون میگفت. نبود دیگه. گفتم آقا من نمی‌نویسم. و جالب اینه که میگن خدا گفته اینا اشرف مخلوقات هستن. اگه من و شما اشرف مخلوقات هستیم، عجب خداییه که ببخشید چه بزمجایی رو میگه اشرف مخلوقات، یا اونای دیگه چقدر بده. در هر صورت اینم یه جوری کار نیک و قرآن و اینا رو خواسته قاطی کنه، و من نمیدونم، هنوزم واقعا مطمئن نیستم که آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، پاکیزه ترین زندگی و بهترین سرانجام ها نصیبشان هست. عکسای زیادی هم گذاشتن ایشون از پولدارای آمریکایی، افراد معروف ایرانی، و از پیر اومیدیار گرفته تا اون آقای بافی. و ای پیامبر بگو زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و نیز روزیهای پاکیزه را. چه کسی؟ نه آقا، اینا رو همه کتابا تکرار مکررات، کپی از یک دیگه، و هیچ حرف جدیدی ندارن. اگه حرف جدیدی داشتن میومد طرف همین آقای
پاپ، بدترین پاپی که شما سراغ دارین همینه، اینیه که داره ماسمالی میکنه. اونای دیگه تا گندشون در اومد، این یکی آمد و همه رو نجات داد. دوستان بس دیگه، سوختیم، شعله رو خاموش کن. نمیدونم چیزی بوده که یادم بره یا نه، آقای آریانپور یه مقاله رو برای من فرستاد، اجازه بدید به نام خود را از آمریکا ستیزی برهانیم. این مقاله رو یه شخصی به نام فاضل غیبی، من فکر کردم شوخیه، میگه یعنی من فاضلم به همین خاطر غیب شدم، بعد دیدم نه آقا، یه آقای هست اسمش فاضل غیبیه، ایشون مقاله رو نوشته و گویا توی آلمان هم هست. من از ایشون دعوت کردم که بیاد در رابطه با این مقاله با هم گفت و شنودی داشته باشیم، تا الان جوابی دریافت نکردم. اگر ایشون آمد ما میام ازش میپرسیم آقا شما میگی که این بمب هیروشیما باعث شد که جنگ به خوبی تموم بشه، یعنی تمام راه حلا همینه که هر جا جنگ شد برن یه بمب بندازن؟ چون این دیوانه بولتون گفته بود ایران ایران بمب، اگه میخواین از به اصطلاح حکومت دیکتاتوری آخوندا نجات پیدا کنید باید بمب بندازید. اون مکین احمق، اونم بهش گفتن راه حلت برای ایران چیه، یه آهنگی مال نمیدونم یه گروهی میخواست بخونه، حالا نمیدونم اونا فکر نمیکنم بگن بام بام، بر وزن اون خوند گفت بام 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 ایران، و به همون خاطر باخت اینجا، چون آمریکایی‌ها از جنگ خسته شدن. 18 سال جنگ اگه اشتباه نکنم طولانی ترین جنگ آمریکاست و هیچ سرانجامی هم براش، یعنی شما وقتی یه جا وایسادی میگن افقی هست، یه نوری میبینی، یه ساحلی میبینی، هیچ چیزی در دسترس و در دیدرس نیست. دوستان عزیز تلویزیون مردم، شما هم میتونید برنامه داشته باشید از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. حمایت فراموش نشه، از 5 دلار تا 5 میلیون دلار قولتون میدیم که دریافت کنیم. و دیدم یکی از دوستان من تولدش بوده و گفته که به جایی که برای من کادو بخرین پول بدید به یک انجمن خیریه‌ای که ایشون، گفتم کار خوبیه، مبلغم گذاشته بود 500 دلار، تا اون روز 250 دلار جمع شده بود. من دیدم آقای مانی خورسندی هم یه همچین چیزی گفته بود که به اصطلاح برای من نه گل بیارین نه شراب بیارین اینها. من بهش گفتم آقا این حرفا چیه، بگو پولی که میخوایم بدین برای این چیزا تلویزیون مردم رو حمایت کنید. بعد آقای خورسندی ما اول میریم آبجو میخوریم، اگه اضافه بردیم اضافهش هم خرج تلویزیون مردم میکنیم. بعد نوشته بود خیلی قشنگ برای دوستانش نوشته بود که دوستان به جای گل و کادو و اینها به تلویزیون مردم کمک کنید، حمایت کنید، که تا امروز یه پنی هم کسی نداده. و گفته بود که امیدوارم تلویزیون مردم هم اینقدر شما بهش پول بدید که آبجوشو بخوره، هزینه تلویزیون رو بده، برای منم یه پورش، اروپا میگه میگن پورشه، یه پورشه بخره. این پورش من دو بار رانندگی کردم، ماشین از خودش بدتر خودشه. یعنی شما فقط اینو باید تو مسابقه و اینها، حالا SUV ساخته، بازم صد رحمت به SUVش، تو مسابقه و اینها یه نیم ساعت اینو رانندگی کنی، ولی تو خیابون، اونم خیابونای آمریکا که هر دست اندازش میری جلو و ماشینو خیلی داغونه. خب دوستان عزیز، از شما ممنون و متشکرم که با ما بودید. اگر چیزی به نظرتون رسید براتون جالب بود، با هزینه بسیار کم اون رو از تلویزیون مردم پخش کنید. امروز یه مقاله‌ای رو باز دیدم که نوشته هوشنگ امیر احمدی گفت ظریف به تحریک نایاک کارهایی کرد که در چارچوب منافع نظام، نه در چارچوب منافع نظام و نه منافع ملیه. اینم توضیح داده. من فکر میکنم آقای امیر احمدی اگه اون موقع ها که اونا این کارو میکردن میومد و یکی یکی میگفت بهتر بود تا الان، چون اون موقع ها خود آقای امیر احمدی هم یه جوری به خاطر انتخابات رئیس جمهوری برای ایران اینا یه جوری توی حالت چی میگن، مصالحه نه، کجدار و مریض، اینجا بهش میگن مماشات، ما میگیم مماشات، اپیزمنت، آمریکایی‌ها میگن اپیزمنت، مماشات، با حالت مماشات وقتی که دیگه دوبار اینا اسمشو خط زدن انداختن بیرون، حالا امیدوار بود که ترامپ حمله میکنه به ایران، این دفعه آقای امیر احمدی یه دفعه گفت باید حکومت نابود بشه. ای بابا شما یه شبه یه دفعه این همه بهتون وحی شد چی شد؟ و میبینید
کمتر تو تلویزیون مردم میاد، بیشتر تو کانال یک میره، چون اونجا اونا باهاش هم صدا هستن. اینجا من به چالش میطلبم و چالنجش میکنم. نظر شما در رابطه با آقای پروفسور دکتر هوشنگ امیراحمدی چیه؟ یا دکتر پروفسور هوشنگ امیراحمدی که از خانواده ارتشی هم بودن اینها. برو پایین تر میبینی. نه آخه ببین، باید شما اهل خوندن باشی، بعد باور داشته باشی به این چیزی که میبینی. من اصلا اینو قبول ندارم. و اگه خواستی یه روزی هم با هم به جای مناظره قیابی حضوری صحبت میکنیم. آقا، خانم، دختر، پسر، بزرگ، کوچیک، ممنونم که با ما بودی. یادت باشه تلویزیون مردم رو حمایت کنی، یادت باشه برنامه ما رو به دیگران هم ارسال کنی. روز و شب به شما خوش. با امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر، پس فردا چهارشنبه از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک با شما هستیم، به احتمال 99% با آقای احمد ندیمی هم مصاحبه کوتاهی انجام میدیم درباره برنامه روز جمعه. والنتاینز موتورز هم هنوز دنبال مکانیک میگرده، مکانیک، فروشنده، منیجر. و اگر شما در این منطقه هستید یا مایلید بیاین تو این منطقه، با آقای بیژن جعفری تماس بگیرید. والنتاینز موتور یا بیژن جعفری. روز روزگار بر شما خوش.